میگم لذتی بالاتر از سفر با قطار نیست، اونم تو تاریکی و سرمای شبی زمستونی. یه لحظه فکر کنین، لافو به خودت پیچید، قطار تلق تلق میکنه و توی تاریکی جلو میره. حواس میکنی بیرون نگاه کنی، تو تاریکی از پنجره زل میزنی به دشتا و روستاهای یخ زده. لرزش خوشایند میدوه توی مهرهای پشتت. گله گورگا رو پیش چشمت مجسم میکنی که پا به پای قطار میدوند. قطار میره تو تونه، همه جا سیاه میشه. با ترس و لذت لافو میکشی سرت، نرم نرم خوابت میبره. خاطره سفر 10 سالگیم به کوهپایه همین جوری بود. با سوزانای بد اخلاق میرفتیم پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ. سوزانا سرپرست منه، آدم بدی نیست اما زیادی غر میزنه. وقتی از قطار پیاده شدیم تو کافه شیر قهوه خوردیم، بعد سوار اتوبوس شدیم، راه افتادیم سمت کوهستان. دیدن شهرهای کوچیک اونم صبح زود آدمو زنده میکنه. همه خوبن، همه جا خلوت و ساکته. خیابونا با چراغای گازی روشن شدن، ولی منظره جادویی پیش چشممم خستگی سفر از تنم بیرون نکرد. 3 روز طول کشیده بود تا برسیم. سفر با اتوبوس خیلی سخت بود، مخصوصا اتوبوس ما. اتوبوس کهنه و اسقاطی بود، تو حرکت کرد شیشه هاش لرزید. خندم گرفت، به نظرم اتوبوسم سردش بود، دندوناش به هم میخورد. واقعا هم هوا سرد بود. زانومو جمع کردم تو سینه، خودمو مچاله کردم. سوزانا مثل همیشه بهم تشر زد، پولیانا کی دو زانو رو صندلی میشینه؟ اگه سوزانا نبود سفر خیلی خوش میگذشت. همه از عرضه و لیاقت سوزانا تعریف میکردن، ولی برای من مثل دیوار بود. همیشه تو ذوقم میزد، دستور میداد، برش مهم نبود من چی دوست دارم یا چی دوست ندارم. از وقتی خودم رو شناختم پیش سوزانا زندگی میکردم، چون پدر و مادرم رو تو بچگی از دست داده بودم. سوزانا دخترموی پدرم بود، چون تو شهر زندگی میکرد رفتم پیشش تا برم مدرسه. چند وقت پیش مریض شدم، یه جوری که نزدیک بود بمیرم. موهامو از ته تراشیدن، گفتن هوای کوهستان برام بهتره. از ذوقم میخواستم جیغ بزنم. بچه که بودم با پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی میکردم، خونشون جای باصفایی بود. حالا باز میرفتم پیششون. تازه فقط همین نبود، من میموندم ولی سوزانا برمیگشت شهر. بال نرو بردم، اینگاه قرار بود دنیا رو به هم بدن. پدر بزرگو خیلی دوست داشتم. پدر بزرگ قد بلند بود با دستوی گنده، انگشترش برام مثل علنگو بود. از مادر بزرگ خاطرات کمتری تو ذهنم مونده بود. با لذت به موهام دست کشیدم، به بیرون خیره شدم. موهام در اومده بود، سیخ سیخی کوتاه که به دستمو قلقلک میداد. ولی گاهی که خودمو تو آینه میدیدم قصه‌دار میشدم. قیافم با موهای قرمز تراشیده خنده‌دار شده بود، شبیه پسرا بودم. فقط گوشواره‌هامو در نیاورده بودم، تقصیر سوزانا بود. خیلی اصرار کردم درشون بیارم اما تو گوشش نرفت. جاده باریک شده بود، شاخهای خشک و لخت درخت ها دستاشونو باز کرده بودن، انگار سرمون داد میکشیدن چرا خوابشونو به هم زدیم. از کنار روستاها گذشتیم، روستاهایی که هنوز بیدار نشده بودن. خونه ها از سنگ و چوب بودن. تصمیم گرفتم وقتی رسیدیم ازشون نقاشی بکشم. عکس روستاها رو فقط تو کتابای قصه دیده بودم. دیدنشون از نزدیک برام حس عجیبی داشت. سوزانا چند تا بیسکویت و شکلات بهم داد، گفت همه رو بخورم. اشتها نداشتم ولی گرفتم، چون در هر صورت مجبورم میکرد بخورمشون. چند دقیقه بعد چشمام سنگین شد، سرمو تکیه دادم به شونه سوزانا، آروم آروم خوابم برد. پالتوی پشمی سوزانا بوی بدی میداد، ولی انقدر خسته بودم که برام مهم نبود. وقتی چشم باز کردم هوا روشن روشن بود.
درست روبروی خونه پدر بزرگ از اتوبوس پیاده شدیم. تا وقت مردن منظره خونه ییلاقیشون یادم نمیره. خونه سفید و آسمون آبی، چمنای نمدار و درخت گردو، بلک ابری که مثل کشتی فضایی از رو سرمون رد میشد. خونه پای کوه ساخته شده بود، بین دوتا تخت سنگ قولاسا. منو یاد قصرهای قدیمی مینداخت. درست همون جوری بود که تو نقاشیامون میکشیم. کوره راه کنار جاده ما رو میرسون دم خونه. سگرمایی سوزانا رفت تو هم. دوتا چمدون سنگین دستش بود. مدام غر میزد که لز نخوری، مواظب باش، آرومتر. راست میگفت. دو طرف جاده برف نشسته بود. وسط جاده هم گلالود و خیس و یخ زده بود. باید حواسم رو جمع میکردم. کوره را مثل حرف اس پیچ میخورد. وقتی رسیدیم به پل فقط صدای رودخونه میومد. چشمامو بستم و گوش کردم. وای وای که چقدر صدای رودخونه رو دوست دارم. مطمئن بودم قبلا صداشو تو خواب شنیدم. آب رودخونه قرمز و گلی بود. خورشید مرتب از زیر ابرا در می اومد، باز قایم می شد. از اون طرف پل مردی به سمت ما اومد. سوزانا داد زد: لورنزو، عجله کن. لورنزو مرد جدی و باوقاری بود. سلانه سلانه قدم می زد. انگار اصلا عجله نداشت. سوزانا چمدونا رو گذاشته بود رو زمین. به دستای یخزدش ها می کرد. لورنزو نزدیک شد. کلاهشو برای احترام برداشت. باز گذاشت سرش. تا چمدونای سوزانا رو برداشت دنبالش را افتادیم. چمنا خیس و گلی بود. درخت ها لخت و سیاه بودن. تعدادشون انقدر زیاد بود که آدم گیج می شد. خونه بزرگ و زیبا بود. از دودکشاش دود سفیدی می رفت هوا. بوی خاک مرطوب مشاممونو پر می کرد. بوی جادویی خاک. گرسنم شد. شاید به خاطر دود سفیدی که بوی قهوه و نونه کره‌ای می داد. منطقی نبود. آخه دود فقط بوی دود می ده. از شیب کوره را بالا رفتیم. کنارمون باغ قشنگی بود با درخت های انبو. لورنزو گفت: درخت های گوجه و سیب و گلابی، بذار میوه بدن ببین چه منظره ای میشه. لورنزو سرد نگاهش کرد. چیزی نگفت. اشتهام کاملا از بین رفت. نگام به قلب سنگای زیر پام افتاد. حس کردم درخت های پشت نرده با کنجکاوی به هم زل زدن. حس کردم درخت ها زندن. با اینکه تو کتاب همچین چیزی نخونده بودم بازم مطمئن بودم جون دارن. سوزانا بعدش میامد دروغ بگم. مجبورم کرد 100 بار تو دفترم بنویسم دیگه دروغ نمیگم، دیگه دروغ نمیگم. گرچه من هیچ وقت دروغ نمیگفتم. وسط باغ میز عجیبی گذاشته بودن. شبیه کنده بزرگ درخت بود ولی سنگی. با لذت دست کشیدم روش. سوزانا طبق معمول داد زد: دیوونه بازی در نیاره. لورنزو اومد کمکم. گفت: چی کارش داری خانم سوزانا؟ تقصیر پولیانا چیه؟ میزمون جالبه، همه رو میکشه سمت خودش. سمتم چرخید. گفت: محال حدس بزنی از چیه؟ سنگ آسیاب بوده. میبینی وسط این سوراخه؟ قراره تو هوای محشر تابستون روش صابونه بخوری، بعدش میری با بچه های ده بازی میکنی. خوشحال گفتم: ده؟ کجاست؟ سوزانا نذاش لورنزو حرفشو بزنه. چوپید که: از ده مه خبری نیست، فقط یک شنبه ها برای مراسم کلیسا و جشن میری اونجا، همین. دمق شدم ولی چیزی نگفتم. همین که رفتیم تو خونه حس کردم همه چی برام آشناست. با هیجان داد زدم: سوزانا، همه چی رو یادمه. مثلا همین صندوقا، نیمکتا، این فانوسه، در بزرگه. سوزانا حرفم رو قطع کرد و گفت: کمتر دروغ بگو. وقتی از اینجا رفتی فقط 4 سالت بود. دیگه هم مزخرف نگو. گفتم: دروغ نمیگم، باور کن همه چی یادمه. مثلا پلاکه میخوره. گفت: بسته دیگه، بیا بریم بالا.
انگار خندش گرفته بود. لبخند زد. وقتی میخندید خیلی خوشگل میشد. حیف خودش نمیدونست، وگرنه هی اخم نمیکرد. از پله‌ای که بالا رفتیم، ساعت بلند و شماته دار سالن 9 بار ضربه خورد. با هیجان شمردم. گفتم ساعت 9. سوزانا گفت خودمون شنیدی. دنبالش از پله ها بالا رفتم. ربه پالتوش ریش شده بود. از سلیقه لباس پوشیدن سوزانا حالم به هم میخورد. از لباسای خودم هم متنفر بودم، چون همه رو سوزانا با سلیقه خودش میخرید. وقتی به لباسای دخترای دیگه نگاه میکردم غصم میگرفت. خودم به اندازه کافی زشت بودم. تصور کنین پالتوی بلوطی گشادی هم بپوشم. از دهن خیلی ها شنیدم زشتم. همه دخترها تو مدرسه میخواستن نقش فرشته رو بازی کنن، منم میخواستم. اما شنیدم یکی از معلم ها گفت دختر یه بیریخته کله. یادم نیست درباره کلم چی گفت. متلک های بچه ها رو تحمل میکردم، ولی وقتی آدم بزرگا دلتو میشکنن دردش خیلی زیاده. بغض میکنی و گریت میگیره. یواش یواش یاد گرفتم کمرنگ شم، کمتر دیده بشم. خودم رو با بازی های تک نفره سرگرم میکردم. بیشتر کتاب میخوندم. خلاصه لحظات خوبی برای خودم درست میکردم. ولی دویدن و حرکات بدنی زود خستم میکرد. شاید دلیلش مریضیم بود. پدر بزرگ تو مهمون خونه نشسته بود. دویدم و بوسیدمش. انقدر محکم بغلش کردم که روزنامهش مچاله شد. سوزانا سم داد کشید دختری دیوونه دیوونه. پدر بزرگ خوشحال منو بوسید، گفت بگین ببینم سفر چطور بود. سوزانا بلافاصله گفت افتضاح. از هر چیزی که خوشش نمیومد میگفت افتضاحه. پدر بزرگ گفت سخت نگیر، من که جوون بودم از مسافرت خیلی خوشم میومد، خیلی زیاد. گفتم منم خیلی خوشم میاد. سوزانا باز از کوره در رفت. با دو هوار گفت تو چی میگی؟ مگه کسی نظر تو رو خواست هان؟ پدر بزرگ اومد وسط. برین دست و صورتی بشورین، خستگی در کنین. ماریا کمکشون کن. ماریا از سوزانا بلندتر و پیرتر بود. پیشبند بسته بود. دستمو که گرفت از دمختی دستاش تعجب کردم. شبیه دست مردا بود. به هم لبخند زد. رفتیم تو اتاقم، حمام کردم، بعدم رفتم تو تخت خواب. ماریا پرده ها رو کشید. یهو اتاق تاریک شد. خوشحال شدم. سوزانا تو اتاق خودش میخوابه. حالا اتاق اختصاصی داشتم. اما رفتن سوزانا از خوشحالی دیوونم کرده بود. خانوم قرقلو فردا برمیگشت شهر. هیچی جالبتر از تماشای بارش برف نیست. تو شهر تقریبا هیچ وقت برف نمیومد، ولی اینجا تو کوپایه برف مثل گلوله های درشت پنبه بود. سوزانا که رفت نشستم پشت پنجره، زل زدم به بیرون. زیبایی برف جادوم کرده بود، نمیشد ازش دل بکنم. مادر بزرگ نشسته بود پشت میز، بافتنی میبافت. برعکس پدر بزرگ لاغر و ریز نقش بود با موهای سفید. موهاشو پشت سرش گوجه میکرد. دستش تقریبا قد دستای من بود. خیلی حرف میزد ولی خیلی مهربون بود. روزی چند بار منو میبوسید. قصه های زیادی هم بلد بود. میشستم با لذت گوش میکردم. قصه هاش با قصه هایی که کتابا فرق داشت. همشون بوی نون قندی و فندق میداد. شایدم چون موقع شنیدنشو نون قندی و فندق میخوردم اینجوری بود. چند روز بعد یهو وسط قصه ساکت شد. بهم زل زد. متعجب گفت سنجاب کوچولو، تو شبیه کی هستی؟ فهمیدم مادر بزرگم میدونه زشتم. خب باید هم تعجب میکرد، چون پدر و مادرم خیلی خوش قیافه بودن. اما از اسم سنجاب کوچولو ناراحت نشدم، حتی خوشم اومد. گفتم مادر بزرگ من میخوام تا آخر عمرم همینجا بمونم. گفت اینجا رو تو بهار ندیدی؟ نمیدونی چقدر قشنگه. از درز دیوارا
بنفشه ها و پیچک ها میزنن بیرون. بوی عطر باغ هوش از سرت میبره. اون موقع فقط وقت دویدن و بازی تو چمنزاره. ولی درباره موندنم چیزی نگفت. کارم شده بود زل زدن به بارش برف، دیدن درختای سفید و کوههای آبی و برفی. دفتر نقاشیمو باز میکردم، از همه چی نقاشی میکشیدم. پدر بزرگ و مادر بزرگ با ذوق و حوصله نقاشیامو نگاه میکردن. باورم نمیشد کسی از کارام خوشش بیاد، چون سوزانا حتی از نفس کشیدنم هم ایراد میگرفت. ولی پدر بزرگ و مادر بزرگ انگار کار داوینچی رو میدیدن. پدر بزرگ ذوق زده گفت دفعه بعد که برم شهر برات آب رنگ میخرم. از خوشحالی نزدیک بود جیغ بکشم. یه بار به مادر بزرگ گفتم مادر بزرگ دوست دارم همیشه برف بیاد. خندید و گفت سنجا بچم کلتو کار بنداز، بهت که گفتم اینجا بهارش قشنگه. بعد یهو رفت تو فکر. میلای بافتنیشو گذاشت کنار، با لحن غمگینی گفت بیا بهت اسباب بازی بدم. دستمو گرفت، از پله ها رفتیم بالا، رفتیم طبقه آخر. پله ها رو دوست داشتم، چون وقتی روش راه میرفتی جی جی صدا میداد. رسیدیم انباری قدیمی. مادر بزرگ در رو با کلید باز کرد. اتاق تاریک بود. بوی کهنگی عجیبی بیرون زد. مادر بزرگ پرده ها رو کشید کنار، پنجره ها رو باز کرد. روی مبل ها پارچه کشیده بودن. مادر بزرگ در کمد بزرگی رو باز کرد. بوی نفتالین پیچید تو هوا. کمد پر بسته های جور و جور بود. کنجکاو بودم ببینم توشون چیه. با عجله یکیشون رو باز کردم. مادر بزرگ گفت یواشتر خانوم خانوما، مواظب باش. اینا اسباب بازی های پدر و عموها و عمهاته وقتی همسن تو بودن. این اسباب ببین، مال پدرت بود. 7 سالش بود که بابا بزرگ براش خرید. آشپزخونه رو ببین، میبینی وسایلش چقدر قشنگ و ظریفه. وای اون چماق مال میگلین کوچولو بود. طفلک تو بچگی مرد. باز کردن بسته ها هیجان عجیبی داشت. کمد برام دنیای اسرارآمیزی بود. مادر بزرگ تون تون حرف میزد، هی اسباب بازی نشونم میداد. گونه هاش گل انداخته بود، برخلاف جسه ریزش خیلی پرزور بود. ولی وقتی میخواست عروسک چینی رو در بیاره دستش بدجوری لرزید، نزدیک بود از دستش بیفته و بشکنه. گفت اسمش ملوسه، مال من بود. 5 سالم بود که از پاریس برام آوردن. یهو اشکش سرازیر شد. نمیدونستم چرا گریه میکنه. آخه کنار یه عالمه اسباب بازی قشنگ آدم گریهش نمیگیره. مادر بزرگ با مهربونی نگام کرد، گفت چیزی نیست سنجاب کوچولو، چیزی نیست. فکر کردم کار بدی کردم. سوزانا میگفت همیشه خرابکاری میکنم. شایدم واقعا کار بدی کرده بودم. مادر بزرگ خیالم راحت کرد و گفت خیلی وقت بود بهشون سر نزده بودم. یهو پریدم جلو. مادر بزرگ رو محکم بغل کردم، بوسیدمش. مادر بزرگ اشکاشو پاک کرد و گفت 8 تا بچه داشتم، 8 تا. ولی یه روز صبح از خواب پا شدم دیدم هیچ کدومشون نیست، فقط یکیشون مونده بود. آخه مگه میشه؟ حالا که نیستن دیدن اسباب بازیاشون آسون نیست. یعنی الان کجا؟ حس کردم قلبم رو فشار میدن. حالا مادر بزرگ رو درک میکردم. میدونستم فقط 2 تاشون مردن. میگلین تو بچگیش به خاطر دیفتری و پدرم که تو جوونی غرق شده بود. ولی بقیه بچه های زنده بودن، زن و بچه داشتن. هر کدوم رفته بودن یه طرف، یکی آلمان، یکی آمریکا. مادر بزرگ آروم از جاش بلند شد، گفت بازید که تموم شد بیا بهم بگو که مرتبشون کنم. حالش بهتر بود.
وقتی رفت دیگه باز با بازی ها بازی نکردم. غمگین بودم. اسب پدرم رو بغل کردم. بوی نفتالین میداد. یه چشمش افتاده بود. حس کردم از جای دوری چند تا بچه به ام خیره شدن. از پنجره بیرون نگاه کردم. حیات زیر پام بود. دره دورتر. بعدش هم کوها. همه جا رو برف گرفته بود. همه جا قشنگ و رویایی بود. ولی غم عجیبی تو فضا موج میزد. یهو تو کوره را چشمم افتاد به اسبی که میومد سمت خونمون. زن و بچه ای روی اسب نشسته بودن. بچه یه عالمه لباس گرم پوشیده بود. فکر کردم راهشون رو میگیرن و میرن. ولی دم در پیاده شدن. در کمال تعجب اومدن تو خونه. کنجکاوی عجیبی وجودم رو گرفت. حتی خوشحال و هیجان زده شدم. پاورچین پاورچین از پلو رفتم پایین تا سر و گوشی آب بدم. حواس کردم از اون نردهای چوبی سر بخورم و برم پایین. ولی مطمئن بودم مثل همیشه میافتم و سر و صدا به پا میشه. فقط دو بار رفته بودم تا آشپزخونه. مادر بزرگ دوست نداشت. نمیدونستم چرا. آشپزخونه دست مارتا همسر لورنزو بود. زنی حدوداً 60 ساله. همیشه بین یه عالم ظرف و ظروف و کفگیر و دیگ میچرخید و کار میکرد. ظرفو یادگار دوران 8 تا بچه بود وقتی خونه رو روی سرشون میذاشتن. رونو که پا رفتم جلو. مارتا و زن تازه وارد با هم حرف میزدن. از لای در پسری رو دیدم که روی نیمکت نشسته بود. همسن خودم بود. موهای طلایی و صاف پسر برق میزد. تو خودش بود. اصلا متوجه اومدنم نشد. اما مارتا و زن با دیدنم برگشتن. گفتم مارتا میشه چند دقیقه کنارت بشینم؟ زد زیر خنده. عاشق خنده هاش بودم. سرشو به پشت خم میکرد و همه دندوناش معلوم میشد. منو برد پیش پسرک. اشاره کرد بشینم. گفت با جوانین آشنا شو. نین صداش کن. قبلا ندیدیش؟ گفتم نه نه از بالا دیدمش، برای همین اومدم پایین. مارتا و زن که احتمالاً مادر نین بود حرفشون رو از سر گرفتن. نین برگشت به این خیره شد. بی تفاوت نگاه میکرد. گفتم من پولیانام. اسمم قشنگ نیست. بیشتر دوست داشتم ایزابل یا روزالیا بود. ولی چون اسم پدرم پابلو بوده اسم منم گذاشتم پولیانا. نین فقط لبخند زد ولی چیزی نگفت. گفتم چند سالته؟ 10 سال. منم ماه پیش 10 سالم تموم شد. منم چند ماه دیگه 10 سالم تموم میشه. لورنزو با هیزم اومد تو. هیزم رو با صدای ترسناکی ریخ رو زمین. کلاه و بالا تنش پر برف بود. گفت سخت‌تر از هیزم آوردنی خودشه. اگه برف همینطور بباره بیچاره میشیم. یهو متوجه نین و مادرش شد. خوشحال داد زد او ببین کی اومده، خوش اومدی، خوش اومدی. معلوم بود نین خیلی خوشحال شده. دستش رو سرم دراز کرد سمت لورنزو. لورنزو باش دست داد و گفت سلام رفیق. دستی هم رو سر من کشید و گفت میبینی پولیانا، برات همبازی اومده. خونه بدون همبازی کسل کننده است. ماریا مشغول دوختن چیزی بود. گفت دوست داری با همبازی کنی؟ وقتی گفتم آره با دست اشاره کرد برم پیشش. وانمود کرد لباسم رو مرتب میکنه. آروم در گوشم گفت نین پسر ریکاردو و کریستینیاس رو زمینای پدر بزرگ کار میکنن. مواظبش باش و بهش محبت کن. نین نابیناست. از جان پریدم. گفتم چی؟ نمیبینه؟ یه حقم دنیا رو دلم نشست. ماریا آروم گفت نه نمیبینه. طرفای خونه نین خیلی سرده. هر سال میاد اینجا تا مریض نشه. تا آب شدن یخا پیشمون میمونه. حالا دیگه هم بازی داری. فقط سر و صدا و شلوغ بازی ممنوع. خوشحال شدم. داد زدم وای چه عالی محشره. اما ته دلم پکر شدم. چطوری با بچه ای که نمیدید بازی میکردم؟ همون موقع مادر نیم بلند شد گفت من دیگه میرم. تا هوا تاریک نشده باید برگردم. به امید خدا بهار هم دیگر رو میبینیم. یهو غم دنیا تو صورت نین نشست. منتظر بودم اشکی سراسیر بشه ولی نشد.
کریستینا پسرشو بغل کرد، چند بار بوسید. نین چیزی نگفت. زن ماتم زده به زور خودشو از بین دستای نین بیرون کشید. لورنزو گفت: به امید دیدار، وقت مثل اسب بی سوار میگذره و بهار میاد. کریستینا منم بوسید. از نزدیک فهمیدم صورتش چقدر پرچین و چروکه، با اینکه از ماریا خیلی جوان‌تر بود. نین ساکت نشست، سرشو انداخت پایین. رفتم سمتش، کنارش نشستم. ماریا چند سیب زمینی زیر خاکسترهای داغ گذاشت و گفت: حالا منتظر میشیم سیب زمینی ها خوب کباب بشن. خودتونا برای لذیذترین سیب زمینی دنیا آماده کنین. زل زده بودم به سیب زمینی ها که یواش یواش قهوه‌ای میشدن. بالاخره ماریا از زیر خاکستر درشون آورد، فوتشون کرد. خاکستر ها توی هوا پخش شدن. خندیدیم. نین نمیدید ولی میفهمید دور و بعدش چی میگذره. ماریا سیب زمینی رو از وسط نصف کرد. بخور دوغی ازشون بلند میشد. بوی خوشی مشاممو پر کرد. خیلی سیب زمینی دوست نداشتم ولی با لذت خوردم. پوست داغشون دستمونو میسوزند. ولی حمله کردن به سیب زمینی ها و نمک زدن بهشون لذت بخش بود. فای، اگه سوزانا منو تو این وضع میدید. از پنجره آسمونو دیدم. ستاره یکی یکی در اومدن. کم کم شب میشد. ماریا گفت: امسال بهار خیلی زود میاد. گفتم: مگه بهار چی داره که هی میگین بهار بهار؟ هیچی جای برف و بخاری و سیب زمینی های داغو نمیگیره. نیم پرید وسط حرفم و گفت: ولی من عاشق بهارم. کمی مکس کرد، باز گفت: آخه بهار برمیگردم خونه. غمگین شدم، گفتم: یعنی دوست نداری پیش ما باشی؟ آروم گفت: دوست دارم ولی بیشتر دلم میخواد تو خونه خودمون باشم. زیبایی کوهستان قابل وصف نبود، ولی نین هیچ کدومشون رو نمیدید. فکرهای غم‌انگیزم تا رفتن توی تخت خواب ادامه داشت. ماریا قبل خواب بهم یه لیوان شیر داد، خواست چراغو خاموش کنه. گفتم: ماریا تو رو خدا از نین بیچاره برام بگو. گفت: چی بگم، طفلک از لحظه تولدش نابینا بود، کاری هم نمیشه براش کرد. گفتم: وای ماریا خیلی براش ناراحتم. ماریا موهامو نوازش کرد و گفت: موهات که بلندشن دوتایی میبافم. میخواست ذهنمو از قصه نین منحرف کنه. گفتم: از نین برام بگو، کی پیشمون میمونه. گفت: باشم، هموم کن و برو تو تخت و برا تعریف کنم. هموم کردنم برعکس همیشه زود تموم شد. از لذت آب گرم و کف صابون زیاد گذشتم، حتی از خیر خیره شدن تو آینه. مثل شب قبل زل نزدم به شونه به سر تو آینه. به زشتیم فکر نکردم. پیرهن خواب بلندم و پوشیدم، پریدم تو تخت خواب گرمم. ماریا چراغ خواب روشن کرد و گفت: پدر مادر نین تو مزرعه پدر بزرگت کار میکنن. خونهشون جای سرد و دوریه. حتی وقتی نین دنیا اومد مجبور بودن کار کنن، وگرنه خرجشون در نمی اومد. هوای سرد و حساسیت نین بچه بیچاره رو مریض کرد تا دم مرگ رفت. سینش خسخس ناجوری میکرد، نفسش در نمی اومد. پدر بزرگ یاد میگلین کوچولو افتاد. میگلینم با همین مریضی مرده بود. زود دکتر خبر کردن، رفت خونه نین. خونه سرد و نمناک و دلگیرشون رو که دید دستور داد نینو بیارن خونه خودش. نین دیفتری گرفته بود، بهش میگن هنناق. قدیما سخت دربون میشد، الان خیلی آسونه. خلاصه هر سال موقع سرما نین میاد اینجا. گفتم: ولی ماریا دل نین برای بابا مامانش تنگ میشه، دیدم چقدر از رفتن مادرش ناراحت شد. ماریا آه کشید. چی کار میشه کرد؟ پولشون نمیرسه جای بهتری زندگی کنن. حرفای ماریا غممو بیشتر کرد. نمیخواستم تو دنیا آدم فقیری وجود داشته باشه. یعنی نمیشد کاری کرد؟ با کتابخان همه جا. گفتم: چرا پدر بزرگ خونهشونو تامین نمیکنه؟ ماریا کمی فکر کرد. نمیدونم، شاید خونهشون خیلی کهنه است، قابل تامین نیست.
خونه از اجدادشون به پدر نین رسیده. البته خونه قشنگیه. شاید بهار رفتیم و دیدیمش. باز قلبم به درد اومد. احتمالاً ماریا حسرت و غصه رو تو چشمام دید، چون گفت بهش فکر نکن کوچولوی من. اگه میخوای به نین و خانوادش کمک کنی، فقط باهاش مهربون باش، باهاش بازی کن، نذار فکر و خیال کنه یا قصه بخوره، باشه؟ بعد بلند شد، چراغ خاموش کرد، پیشونیمو بوسید و رفت. به نظرم دستای زمختش لطیفترین دستای دنیا بود، دستای مهربونی که بوی هیزم و صابون و نون برشته میداد. عید نوئل نزدیک میشد. ما فرانسوی ها به کریسمس میگیم نوئل. همیشه عاشق عید بودم، حتی با سختگیری های سوزانا. عیدا خیلی خوش میگذشت، سوزانا هم مهربون تر میشد. 15 روز از اومدن نین میگذشت. انقدر با هم صمیمی شده بودیم که نگو و نپرس. فکر میکردم بازی با بچه‌ای که نمیبینه سخته، ولی اتفاقا آسون بود. خیلی زود یاد گرفتم چطور باهاش کنار بیام. باهوش بودن نین هم بهمون کمک میکرد. دیگه از زشتی و ریزه میزه بودن خودم ناراحت نبودم، چون نین نمیدید براش مهم نبود. گاهی مارتا برامون آواز میخوند درباره بچه‌ای که صورتی مثل آفتاب داشت. مارتا میگفت منظورش حضرت مسیحه، ولی من همه صورت زیبای نین رو تو ذهنم مجسم میکردم. گرچه تشبیه صورت آدم به خورشید برام خنده دار بود. اوایل توی بازی یادم میرفت نین نمیبینه. انتظاره بی خودی ازش داشتم. وقتی میفهمیدم چه اشتباهی کردم از خودم بدم میومد، عصبانی میشدم، خودم رو نیشگون میگرفتم. ولی در کل اوضاع خوب بود. هر روز یه خلاقیت جدید داشتیم. بازیای تازه و جذاب ابداع میکردیم. نین خیلی خوشحال و سرحال بود. برای اولین بار فهمیدم برخلاف حرفای سوزانا آدم مفید و به درد بخوریم. سوزانا همیشه میگفت تو درد سرساز و مزاحمی. حرفش پکرم میکرد، ولی اوضاع طور دیگه ای شده بود. من و نین اجازه نداشتیم تو سالن پذیرایی بازی کنیم. ماریا میگفت سر و صدامون مادر بزرگ رو ناراحت میکنه، ولی ما خیلی آروم بودیم. بیشتر وقت هم تو آشپزخونه بازی میکردیم. من عاشق آشپزخونه بودم. کنار آتیش میشستیم تا سیب زمینیامون برشته شن. ماریا برامون قصه میگفت. بعضی وقت هم گردو مغز میکردیم تا ماریا شیرینی بپزه. وای خدا، هنوزم وقتی به آشپزخونه ماریا فکر میکنم از حسد گذشته گریم میگیره. من و نین بازی های زیادی اختراع کردیم. یکیشون خونه سازی بود. نیمکت ها رو به دیوار تکیه میدادیم، لحاف بزرگی روشون میکشیدیم. با چراغی که وسط نیمکت ها میذاشتیم کلبمون کامل میشد. میشستیم تو کلبه، برای هم قصه میگفتیم. من از شهر میگفتم، نین از کوه و دشت. عجیب بود، با اینکه نابینا بود کوهستانو بهتر از هر آدم بینایی میشناخت. ماریا میگفت حس شنوایی و لامسه نین از هممون قوی تره. راست میگفت. یادمه هرکی پامیزاش تو آشپزخونه نین فوری شناساییش میکرد. بعضی وقتا پاورچی میرفتم تا غافلگیرش کنم، اما همیشه برام دست کو میداد و اسممو صدا میزد. ماریا قصه‌های زیادی بلد بود. نین یکیشونو خیلی دوست داشت. قصه یه مردم روستایی که صبح تا غروب تو مزرعه کار میکردن. غروبا عزا میگرفتن خورشید میره و گم میشه. دود و هوا را مینداختن. دنبال خورشید را میافتادن. شبا مثل دیوونه سرگردون و گریون تو کوه و دره آواره میشدن. آفتاب که میزد خوش و خندون بر میگشتن ده. از زور خستگی تا لنگ ظهر میخوابیدن. بعد پا میشدن تا غروب کار میکردن. اما غروب باز همون آشو همون کاسه. نین میخندید. مگه خندش تموم میشد؟ ماری هم عاشق خنده های نین بود. همون روزا به ذهنم رسید بازی فکری را بندازیم. پدر بزرگ تخته شبیه شطرنج و مهرهای شبیه تخت نرد داشت، ولی دست دادن به تخته و مهرهای پدر بزرگ قدغن بود. وقت ابداع و خلاقیت بود. مقوایی پیدا کردم، روش خونهای شطرنج کشیدم. بعد چند تیکه مقوا بریدم، نصفشونو با سوزن سوراخ کردم. مقواهای سه سوراخه شدن مهرهای سفید، مقواهای صافم شدن مهرهای سیاه. پدر بزرگ همونطور که روزنامه میخوند گاهی نیم نگاهی به مقواها میکرد. بالاخره طاقت نیاورد، پرسید چی کار میکنی پولی؟
صفحه و مهره دارم درست میکنم. جالبه، ولی چرا مهره رو سوراخ میکنی؟ گفتم نین رنگا رو تشخیص نمیده، ولی با لمس سوراخ ها مهره های خودش رو تشخیص میده. پدر بزرگ ساکت شد، رفت تو فکر. مادر بزرگم بافتنیشو گذاشت کنار و زل زد به مهره ها. پدر بزرگ گفت میدونستی الفبای نابینا هم شبیه همینه؟ گفتم نه، خبر نداشتم، اما تای دلم احساس غرور کردم. پدر بزرگ خوشحال شد. چقدر خوشحالم تو کارات انقدر ابتکار به خرج میدی. آفرین دختر باهوش. خیلی ذوق کردم. دلم میخواد زودتر صبح بشه تا بازیمو به نین نشون بدم. صبح اول وقت رفتم سراغ نین. صبحونه میخورد. بهش گفتم چی درست کردم. گفتم عجله کنه تا بریم بازی. باهاش زیر میز تاب داد. معلوم بود خوشحال و مشتاقه. توی کلبه نیمکتیمون قواعد بازی رو براش توضیح دادم. دستشو کشیدم رو سوراخ مقواها. دستش از هیجان لرزید. نینو خوب شناخته بودم. وقتی میترسید از پس کاری بر نیاد دلشوره میگرفت. یا خستگی رو بهونه میکرد یا میگفت علاقه این نداره. دلم برای سوخت. نزدیک بود اشکم سرازیشه. اگه میفهمید براش دلسوزی میکنم بهش بر میخورد. لبمو گاز گرفتم. احساساتمو گذاشتم کنار. اولش که توضیح میدادم سرش پایین بود. معلوم بود خوب نفهمیده. اما آروم آروم سرشو آورد بالا. از تکون سرش فهمیدم مشکلی نداره. بعد گفتم بهتره شروع کنیم. عجیب بود. وروجک تو مدت کوتاهی شکستم داد. خوشحالی از سر و روش میبارید. ماریا اومد تو کلبه ببینه چه خبره. وقتی دید نین بازی میکنه دهنش باز موند. 10 بار صلیب کشید. براش توضیح دادم چه اختراعی کردم. گفت به حق چیزایی ندیده و نشنیده، خدایا زیر موهای سیخ بنده ها چیا که نذاشتی. آفرین دختر، 1000 آفرین. نین عاشق شطرنج شده بود. یه پا حرفه‌ای. اگه کسی نمیدونست نابیناست فکر نمیکرد چشماش مشکلی داشته باشه. مقواها و حرف پدر بزرگ تشویقم کرد کار بزرگتری بکنم. نین نمیرفت مدرسه. مدرسه ای نبود که به بچه های نابینا درس بده. جرقه ای تو ذهنم خورد. تصمیم گرفتم به نین خوندن و نوشتن یاد بدم. روی مقوا حروف الفبا رو درشت نوشتم. بعد دور هر حرف رو با سنجاق سوراخ سوراخ کردم. اولش نین همکاری نمیکرد. بهش گفته بودن آدمای نابینا با سواد نمیشن. دعواش کردم که لج نکن، خوندن و نوشتن هم مثل بازی فکریه، فقط تمرکز کن. بالاخره کوتاه اومد، نشست کنارم. دستشو میکشیدم روی برجستگی های حروف. مثلا میگفتم میبینی چقدر سر به حواس و پاهاش بلنده؟ اگه گفتی اسمش چیه؟ نین میخندید و میگفت آفرین، این که دوتا شکم کوچولوی قلمبه داره چیه؟ بی عالیه، آفرین. حالا شیرینی گردی که از وسط نصف شده چیه؟ سی. نین به تشبیه ها میخندید، ولی علاقه من شده بود. خیلی زود یاد میگرفت. دیگه وقتش بود مداد دست بگیره. اولش بدخط مینوشت، ولی بهش چیزی نگفتم. میترسیدم دل سرد شه. حرفی آیی که مینوشت شکل کوه بود. بی رو مثل کوره راه می نوشت. بعضی از حروفی که می نوشت آدم رو از خنده روده بر می کرد. ولی کمی که گذشت خودشو نشون داد. نین عجوبه بود. از منم جلو زد. من خوشخط بودم، ولی نین خیلی قشنگتر از من می نوشت. ماریا با حسرت نگاهمون می کرد. قصه می خورد. یه بار گفت دختر جون، اگه منم معلمی مثل تو داشتم الان با سواد بودم. حیف. متعجب گفتم مگه سواد نداری؟ گفت نه خانم کوچولو، خانوادم خیلی فقیر بودن، ما بچه هم باید کار میکردیم، زندگی دیگه چی کارش میشه کرد. آه کشید، رفت سراغ مایتابه ها و ظرف و ظروفش. انگار غم دنیا رو روی شونه هام گذاشته بودن. دوست داشتم کاری کنم، ولی چی کار؟ تنها کاری که ازم برمی اومد راه انداختن نیم بود. هیجان زیادی داشتم. شبای اول خوابم نمی برد. به فکر قدمای بعدی بودم.
یه هفته مونده به عید نوئل نین حروف الف رو یاد گرفته بود. برای رنگ و بو دادن به درسا توضیحات بیشتری میدادم. مثلا بهش میگفتم آ رو قرمز می نویسم. قرمز رنگ آتیشه، می سوزونه. ب رو آبی می نویسم. رنگ چشمای تو، رنگ آسمون. چیزی تو مایه های صدای آب. حرف سی رو سبز می نویسم. رنگ علف و درخت. یه دمی نین سرشو بلند می کرد می گفت می دونم سبز چه رنگیه، می دونم. یه بار ماریا حرفشو شنید. دستش با کفگیر تو هوا خوش شد. گفت میدونی؟ آخه چجوری؟ نین هیجان زده گفت مامانم بهم گفته. آره میفهمم چطوریه. بهار قبل وقتی برگشتیم خونه خودمون بهم گفت. ترک اسب پدرم نشسته بودم، از بین شاخ و برگ رد میشدیم، باد به شاخه ها میخورد و صدا میداد، بوی دود میومد، صدای زمینم میشنیدم. مادرم منتظرمون بود، حسش میکردم. پدر منو از پایین آورد، بدنمو کش دادم که بگم قد کشیدم که بدونن جداییمون خیلی هم بیفایده نبوده. همون موقع مادرم گفت نین عزیزم دنیا سبز سبز شده. راست میگفت، بوی علف و نسیمو حس میکردم، برو حتی با کف پام حس میکردم. همون موقع که پدرم چکمامو در آورد تا برای زمستون بعد نگه داره، من بهار سبزی دنیا رو حس کردم. فقط دو روز تا عید مونده بود. نین تو خوندن و نوشتن الف با پیشرفت عجیبی داشت. میخواستم خونوادش رو غافلگیر کنم. دلتنگیش برای خونه و پدر و مادرش غمگینم کرده بود. براش مهم نبود سرما و سختی بکشه، مهم بودن با خانواده بود. تازه میفهمیدم داشتن پدر و مادر چه نعمتیه. نزدیک عید همه تو آشپزخونه مشغول بودن. مادر بزرگ به همه جا و همه چیز سرکشی میکرد. تو کوپایه رسم و رسوم عید نوئل با شکوه زیاد برگزار میشد. شب عید همه کارگرا و مستاجرای پدر بزرگ برای شام میامدن کوپایه. پدر و مادر نینم جزو مهمونا بودن. نین هیجان زیادی داشت. همش میگفت بولیانا مطمئنم قدم بلندتر شده مگه نه؟ میگفتم آره، ولی به نظرم با روز اولش هیچ فرقی نداشت. یه بار گفت کاش قدم رو اندازه بگیری. گفتم باشه باشه، ولی با چی؟ گفت بیا بریم تو باغ، اندازه پارسالم اونجاست. از پنجره باغ نگاه کردم. انگار رو درخت و گرد شیشه پاشیده بودن. از همه جا بلور و قندیل و یخ آویزون بود. گفتم خیلی سرده، اگه ماریا ببینه دعوامو میکنه. گفت نمیکنه، جازه کل لباس میپوشیم تا سردمون نشه. خیلی اصرار کرد. مجبور شدم قبول کنم. پالتو پوشیدیم رفتیم بیرون. سوز سرما مثل یه دست سوزن تو تن و چشممون رفت. با چشمای بسته رفتیم سمت باغ. سوزه باد نمیذاشت صدای همو بشنویم. باغ خیلی تماشایی شده بود. لورنزو میگفت باغو باید تو بهار ببینی، ولی به نظر من تو زمستونم دیدنی بود. زمین و درخت و برق میزدن، انگار خورد ستاره روشون پاشیده بودن. از کوره راهی یخ بسته سرازیر شدیم تو باغ. نین دوید جلوی درختی وایساد. گفت خودشه، همینه. حسای قوین نین حیرت انگیز بودن. بدون دیدن منو بود دم درخت مورد نظر. با اعتماد به نفس بیشتری کمکش کردم. نین نباید تو زندگیش احساس خلأ میکرد، باید کمکش میکردم. نین تنه درخت رو نشون داد و گفت میبینی مامانم پارسال با چاقو اینجا علامت گذاشت. با دستش درخت رو لمس کرد، داد زد خودشه، همینه. صورتش سرخ شد. حس کردم الانه که گریه کنه. گفتم حالا باید چیکار کنیم؟ چسبید به درخت. حق با نین بود. حداقل 2 سانتی بلندتر شده بود. زوغ زده گفتم نین واقعا بلندتر شدی. چشماش از خوشحالی برق زد. چاقوی از جیبش در آورد. گفت لطفا خط جدیدمو بکش. پوست درخت محکم بود. به زور خراشش دادم. نین گفت عمیق‌تر، ممکنه زود پاک شه.
بعد چاقو رو ازم گرفت. شکافو گدتر کرد. گفت نوبت توه. وایسا تا خط قدتو بکشم. فکر میکردم هم قدیم. ولی نیم بلندتر بود. صدای داد لورنزو رو از ته باغ شنیدیم. اومد نزدیکتر. گفت شما دیوونه این؟ میخواین سرما بخورین؟ اگه خانم بفهمه میدونین چی میشه؟ گفتم مادر بزرگ نمیفهمه. میخواستم هوامونو داشته باشه. درخت رو نشون دادم و گفتم قدمون اندازه میگرفتیم. ببین قد نین از پارسا بلندتر شده. لورنزو رفت تو فکر. کیسه یه توتون کهنه‌ش رو در آورد. میخواست روشنش کنه ولی باد نمیذاشت. من و نین جلوش وایسادیم تا کبریت بکشه. پوکی زد و گفت واقعا دنیای عجیبیه. همه بچه ها این همن. هم شماها هم بچه های قدیم خونه. نین گفت بچه های قدیم؟ حس کردم لورنزو تو خاطرهای غم‌انگیزی غرق شده. قیافش عجیب شده بود. درست مثل وقتی که پدر بزرگ و مادر بزرگ درباره گذشته حرف می زدن. مارتا و ماریا که همیشه با هم بودن اونا هم همین جور می شدن. همون وقتی که از سالای خوش گذشته حرف می زدن. لورنزو گفت منظورم بچه های همین خونه است. سر و صدایی را می انداختن که آدم سرسام می گرفت. ماریا میز رو تو باغ می چید. بعدم دورش جمع می شدن. یادش بخیر. شما نمی دونین عمر چقدر زود می گذره. بیاین یه چیزی نشونتون بدم. دنبال لورنزو را افتادیم. باد سیگارشو خاموش کرده بود. ولی اصلا متوجه نبود. جلوی درختی وایساد. با حسرت آه کشید و گفت آه خوب نگاه کنین. خط رو میبینی؟ همه رو خودم کشیدم. یکی یکی به خطشون میکردم. اول ریکاردو کوچولو. بعد مادمازل ماریا ترزا. و آخرین نفرم پابلو کوچولو. پابلو خیلی شیطون بود. دلم ریخت. پابلو پدرم بود. بغض گلمو گرفت. حس کردم چند تا بچه همون نزدیکی‌ها بهمون خیره شدن. لورنزو با بغض به پایین ترین خط اشاره کرد. گفت میدونی آخرین مالکیه؟ میگلین کوچولو. تفلک خیلی زود از بینمون رفت. نین دست کشی رو خط قده میگلی. کمی مکس کرد و بعد گفت گفتی بچه ها خیلی شلوغ میگردن. پدر بزرگ و مادر بزرگ چیزی نمیگفتن. مگه نه؟ پس چرا اینقدر عوض شدن؟ لورنزو گفت آره عوض شدن. قانون زندگی همینه. شما هم تغییر میکنین. اولش غمگین شدم. ولی بعدش عصبانی. من یکی محال بود تغییر کنم. حداقل تو خیلی از چیزا تغییر نمیکردم. مطمئن بودم. لورنزو گفت بهتره زودتر برگردیم. اگه مارتا بفهمه تو سرما موندین پوستمو میکنه. وقتی برگشتیم تا آشپزخونه همه جا گرم و امید بخش بود. همه چیز بوی دارچین و کمپوت گرم و کباب و نونشیرینی خونگی میداد. مارتا حواسش نبود. آواز میخوند. شعرشو خوب یادمه. نوئل میاد، نوئل میره، ما هم میریم، اما دیگه بر نمیگردیم. ولی من مثل مارتا و شعرش فکر نمیکردم. به نظرم از ما چیز زیادی باقی میمونه. یکیش همین خط نشونای قد رو تنه درختا. بعدا هر کی بیاد و خط رو ببینه یاد ما میافته. انگار تا ابد تو همین خونه میمونیم. یه روز مونده به عید. آفتاب زمستونی میدرخشید. روز بزرگی برام بود. چون میخواستم چیزای مهمی به پدر بزرگ بگم. اما امکان داشت به حرفام توجه نکنه. به هر حال آدم بزرگ و عقاید خاص خودشونو دارن. ولی باید شهامت نشون میدادم. باید طوری حرف میزدم پدر بزرگ بفهمه دیگه بچه نیستم. همیشه تنها بودم. تو تنهاییم فقط فکر میکردم. نصف عمرم به فکر کردن گذشته بود. البته فکرام همیشه نتیجه خوبی داشت. دیدن طلوع خورشید تجربه زیبا و بی نظیریه. تبدیل تدریجی ظلمت به روشنایی و سرزدن آهسته خورشید. صبح عید با منظره طلوع خورشید شروع شد. از تخت خواب که بیرون اومدم سردم شد. رفتم پشت پنجره زل زدم به خورشید. آدم ها باید هر روز تصویر خیره کننده طلوع خورشید رو ببینن. ولی به خودشون زحمت نمیدن. در عوض برای خورشید گرفتگی عینک مخصوص میخرن. کلی صبر میکنن تا زل بزنن به هیچی. به منم تو مدرسه عینک مخصوص کسوف داده بودن. اما من هیچی ندیدم. وای که چه منظری دلانگیزیه صبح عید.
کاش میشد ابدی و جاودانش کرد. نمیدونم زل زدنم به بیرون چقدر طول کشید. چند تا پرنده از جلوی شیشه رد شدن. سردشون بود. یهو به خودم اومدم. میلرزیدم. دندونام به هم میخورد. پاهم یخ زده بود. فوری برگشتم تو رخت خواب. آروم آروم گرم شدم. یکی دو ساعت بعد ماریا اومد تا بیدارم کنه. وقتی دید بیدارم خوشحال شد و گفت امروز از اون روزایی که آدم ها حسابی سرشون شلوغه. حق با ماریا بود. پریدم دم روشویی. آب سرد که به صورتم زدم سرحال شدم. ماریا کمکم کرد کفشم رو بپوشم. متوجه شدم موهاش سفیدتر شده. حس کردم بیشتر از قبل دوستش دارم. گفتم ماریا تو که خیلی خوشگلی، چرا ازدواج نکردی؟ خندید و گفت خوشگلم؟ کی میگه؟ تازه خوشگلی چه اهمیتی داره؟ گفتم تو دهتون پسر خوبی نبود که عاشقت بشه؟ ماریا لبخند زد تا حالا بهش فکر نکردم. از 16 سالگی اومدم خونه ارباب. از وقتی خودم رو شناختم کارم مراقبت از بچه ها بود. اصلا نفهمیدم زمان چطور گذشت. سرم به شستشو و پخت و پز گرم بود. حالا هم دیگه پیر شدم، ازدواج ازم گذشته. اصلا هم برام مهم نیست. همین که بچه ها یادم باشن کافیه. بعدش خندید. در رو باز کرد که برای صبحونه بریم پایین. خیلی گرسنه بودم. شیر و قهوه داغ با نونقندیای خوشمزه منتظرم بودن. خیلی لذت بخش بشینی کنار پنجره، شیر قهوه داغ بخوری و به کوههای برفی یخ زده نگاه کنی. صبحونم که تموم شد رفتم آشپزخونه. نین لباسای پلو خوریشو پوشیده بود. موهاشو شونه کرده بودن. صورتش مثل آفتاب می درخشید. مارتا گفت سرخی شدی خانم کوچولو. بی مقدمه گفتم آره، آخه من و نین میخواییم صحنه تولد مسیح رو درست کنیم. مجسمه و وسایل کجا هن؟ مارتا متعجب گفت صحنه تولد؟ نمیدونم. چند تا مجسمه حضرت مسیح تو قفسه هست. بقیهش کجاست خدا میدونه. میدونی چند ساله درست نکردیم؟ ماریا هم یادش نبود مجسمه ها کجا هن. از همون قول گرفت سر و صدا را نندازیم. نمیدونم شلوغ قلوغی بچه های قدیم بالا چه فرقی داشته. هی ازش تعریف میکنن. اما ما نباید جیکمون در بیاد. تا قول دادیم مارتا پرسید حالا کجا برپا میکنی؟ گفتم بیرون خونه، جایی که هر مهمونی به محض رسیدن ببینه. ماریا و لورنزو رفتن دنبال مجسمه بگردن. نین تو فکر بود. میدونستم به پدر و مادرش فکر میکنه. ممکن بود از کوره‌راه کوهستانی بیان. شایدم از راه معمولی. بهش گفتم بریم به جاده نگاه کنی. خوشحال شد و گفت بریم. ببین چطور تک تکشون رو تشخیص میدم. گفتم بعید میدونم تا یه ساعت دیگه کسی برسه. همون موقع لورنزو صدام کرد. جعبه بزرگی تو دستش بود. درشو باز کردم. پوشالایی توی جعبه رو کنار زدم. اولین ردیف مجسمه رو دیدم. بیشترشون شکسته بودن یا ترک داشتن، ولی به درد میخوردن. تک تک درشون میآوردم میدادم دست نین. با دستای ظریفش لمسشون میکرد. بیشتر مجسمه های شخصیت های داستان تولد مسیح رو داشتیم. تک تکشون رو برای نین توضیح دادم. ببین نین، چوپان و ورش، رخشور، ماهیگیر، چوپانی که عصا دستش گرفته، آها، زن زنبیل به دستم سالمه. حیوان هم همه هستن. اینجا رو مجسمه یوسف و حضرت مریم و مسیح کوچولو. لورنزو با مقداری خزه برگشت. چقدر مرد مهربونی بود. تو باغ گشتیم. نزدیک دیوار باغ جای خوبی برای ساختن صحنه تولد مسیح پیدا کردیم. سنگ و برف و خزه که جور بود میمون پیدا کردن مقدار شاخه ظریف درخت. آب دهر کنارمون شاخ و برگایی که لازم داشتیم و با خودش می آورد. چند تا شاخه در آوردیم، اما دستمون یخ زد. آب نرم مثل تیغ می برید. از سرما دست آدم می سوخت. نین گفت بهار که بیای خونه ما نهر دم خونمونو نشونت میدم. آبش خیلی سردتره. پر قزلالای گنده است. من عاشق قزلالام. راستی ماهی دوست داری؟ گفتم بعد هم نمیاد. تو خیلی قزلالا میخوری؟ گفت نه، آخه پدرم مجبور هرچی ماهی میگیره بفروشه. گفتم به کی میفروشه؟ گفت به مادر بزرگت، دکتر دهکده یا آدمای دیگه. دلم برای نین سوخت. با اینکه خیلی ماهی دوست داشت زیاد گیرش نمیومد. نین گفت
بیا زودتر درستش کنیم. مشغول شدیم. نین دقیق و با علاقه کار میکرد. دستمون از زور سرما سرخ و ناخونامون کبود شده بود. یه ساعت بعد صحنه تولد آماده شد. خیلی قشنگ و دیدنی شده بود. دعای کردم برف نباره وگرنه مجسمه ها رو میپوشند. لورنزه اومد سراغمون. قیافش تو هم بود. گفت پولیانا بیا بریم، منتظرتن. گفتم کیا منتظرن؟ گفت مهمون داریم، بیا دیگه. نگاهش که به شاکارمون افتاد با من و من گفت خیلی قشنگ شده، آفرین. با لورنزو رفتم سمت خونه. وقتی رفتم تو آشپزخونه جا خوردم. مهمونی که لورنزو میگفت سوزانا بود. پدر بزرگ گفت پولیانا چرا ماتت برده؟ سوزانا اومده. از بود در اومدم. عیدو به همه تبریک گفتم. اول مادر بزرگو بوسیدم، بعد پدر بزرگ. برگشتم سمت سوزانا. نمیشد نبوسمش. مثل همیشه شق و رق وایساده بود تا ببوسمش. اگه کمی توجه میکرد میفهمید قدم به صورتش نمیرسه. سعد و بی‌اعتنا گفت عیدت مبارک پولا. بعد سعد تو با مو ورانداز کرد. عصبانی گفت چرا دست و صورتش کبود شده؟ چرا تنش خیسه؟ نمیخوایم بپرسیم کجا بوده؟ چی کار میکرده؟ داد و بیداد، سرزنش و بد و بیره ها شروع شد. سوزانا عیدم رو خراب کرد. تو دلم گفتم کاش اتوبوسش خراب میشد. اصلا دلم نمیخواست بلای سرش بیاد، فقط زخمی میشد تا دیرتر برسه. دوست نداشتم عیدم خراب شه. من به اتوبوس خراب سوزانا فکر میکردم. سوزانم یه ری سرزنشم میکرد. دوست داشتم گوشامو بگیرم ولی نمیشد. میخواستم حواسمو پرت کنم ولی نمیشد. حرفشو واضح میشدیدم. میگفت کاراش وحشتناکه، افتضاحه. اگه مریض شه چه خاکی تو سرم بریزم. حتی یه فکر کوچیک به درد بخور تو کلش پیدا نمیشه. دیگه خیلی بی‌انصافی بود. شاید شلوغ و پر انرژی بودم ولی کلم پر فکرای خوب بود. دلم میخواست کاریه که برای نین کرده بودم جار بزنم. ولی ماجرا لو میرفت. مزه غافلگیریش از بین میرفت. پدر بزرگ و مادر بزرگ از رفتار بعد سوزانو جا خورده بودن. پدر بزرگ گفت خب فکر کنم بار اولشه که به نظرم تا حالا سابقه نداشته. سوزانو داد زد نه پدر، همیشه همین کارو میکنه. میدونم جونتونو به لبتون رسونده، من میشناسمش. پدر بزرگ گفت برو تو اتاقت پولی، وقت نهار با لباس و سر و وضع تمیز بیا پایین. بغض کردم. حرف پدر بزرگ رنگ و بوی تنبیه داشت. ولی تنبیه برای چی؟ من یه کار بدی نکرده بودم. دیگه بچه نبودم که بهم سرکوف بزنن. توی راه رو ماریا دستامو توی دستای زمختش گرفت. گفت لباساتو عوض کن و بیا پایین. تو آشپزخونه بمون تا سوزانا تو رو نبینه. لباسامو عوض کردم. وقتی رفتم پایین از دم مهمانخونه رد شدم. هنوز جیغ و داد سوزانا بلند بود. نین و مارتا و لورنزو تو آشپزخونه بودن. هیچی نگفتن. نمیدونستم حرفای سوزانا رو باور کردن یا نه. اگه باور میکردن خیلی بد میشد، چون همیشه میگفتن فکرام حرف نداره. نین دستمو گرفت گفت قصه نخور، امروز عیده، نباید قشنگترین روزمونو خراب کنیم. بذار کار قشنگمونو ببینن. حرفشو قطع کردم و گفتم دیگه برام مهم نیست. حتی صحنه ای که با زحمت درست کردیم. نین گفت حروف الف با چی همه رو غافلگیر میکنه. درست میگفت، کار مهمی بود. ولی بلافاصله دل سرد شدم. به نظرم کار چند مهمی هم نبود. لورنزو حق داشت، میگفت زمان آدم رو عوض میکنه. منم در مقایسه با چند ساعت پیش عوض شده بودم، پیرتر و بیدل و دماغتر. ولی نباید نینو ناامید میکردم. پیش گفتم درسته، خانوادت حتما خیلی خوشحال میشن. نین گفت دوست دارم ببینم پسرم و والانتین چی کار میکنه. آقا شاگرد اول مدرسه است، خیلی به خودش میرازه. مارتا گفت گیرم شاگرد اول باشه به چه دردش میخوره؟ دو سال دیگه کشاورز میشه، باید صبح تا شب کار کنه. مثل آب خوردن همه چی رو فراموش میکنه. یهو از سنگینی هجوم واقعیت جا خوردم. مارتا درست میگفت. پس نین باید به چی الفا دل خوش میکرد؟ درد عمیقی توی وجودم پیچید. از خشم و ناراحتی دندونامو روی هم فشار دادم.
معلوم بود مینه بیچاره هم ناراحت شده. اما تو سکوت زجاور آشپزخونه یهو بلند شد و گفت بریم مقوا رو پیدا کنیم، مهمونا دیگه میرسن. گفتم نگران نباش، جاشون امنه. نین غمگین گفت پسرمو والنتین 8 سالشه ولی درسش خیلی خوبه. بی بیانا هم الفا رو خوب بلده، فقط ماتئو که 4 سالشه چیزی بلد نیست. عمو میگه بچه های خانواده ما خیلی با استعدادن. مارتا همونطور که دیگه غذا رو هم میزد گفت پسرم، درس مرز به درد ما فقیر مغیرا نمیخوره. پدر و عمود ساخته شدن رو زمین کار کنن. آدمای فقیر فقط برای کار و زحمت درست شدن، ولی حساب تو از بقیه جداست. گفتم مارتا درست میگه، تو قراره به جاهای خیلی خوبی برسی. سخنرانیم شروع شد. چیزایی گفتم که خودم هم باورم نمیشد. همه با دهن باز بهم خیره شده بودن. حرفام که تموم شد حسابی خندیدن، ولی خندهشون از سر تمسخر نبود، تشویق آمیز بود. خندهشون از ته دل خوشحالم کرد. اول از همه عموها و پسرعموهای نین رسیدن، والنتین و بیبیانا و ماتئو سوار قاطری سفید. پدر و مادرشون هم جلو جلو حرکت میکردن. نین از خوشحالی رو پاهاش بند نبود، ولی یهو گفت فایدهش چه؟ فقط یه روزه، زود تموم میشه. پسرعموهای نین از سرما سرخ شده بودن، مثل لوله بخاری از سوراخ بینی قاطر بخار بیرون میزد. نین دقیق و درست رفت پیشوازشون، انگار نه انگار نابینا بود. داد زد هی والنتین، بیبیانا، خوش اومدین. عمو الادیو مرد چاقی بود که هی میخندید. عمو روزالیا زنش هم تون تون حرف میزد، تای حرفاش هم میخورد. حرف زدنش بیشتر شبیه داد زدن بود. بچه ها تا از قاطر پیاده شدن ورجه ورجهشون شروع شد. پاشون یخ زده بود، بعد گرمشون میکردن. ماریا خوشحال گفت برین تو، براتون آتیشی روشن کردم که نگو. همه شاد و خندون با هم خوشو بش کردن. بعد رفتن تو آشپزخونه، انگار اصلا منو ندیده بودن، حتی نگام هم نکردن. جوری صمیمی بودن انگار خواهر برادرن. اما مارتا و ماریا و لورنزو هیچ نسبتی به عموهای نین نداشتن. از ذهنم گذشت شاید فقر به هم نزدیکشون کرده، هم تسلا بخش بود هم آزاردهنده. یعنی دیوار بینمون همیشگی بود. نیمکتا رو چیدن نزدیک آتیش، بعدم دور آتیش نشستن. عمه روزالیا هزار بار نینو بوسید، هی میگفت پسر خوشگل خودم. ماتئو بچه 4 ساله درشتی بود، بد اخلاق و خوابالود، معلوم بود خودشو لوس میکنه. والنتینو و بیبیانا با نین گرم گرفته بودن. نین دوستای نزدیک زیادی داشت. حسودیم شد. والنتین قد بلند بود، اصلا 9 ساله نشون نمیداد. میخورد 12 ساله باشه. موهاش سیاه و براق بود، چشماش درشت و گیرا. در کل با پوست مسی و قد بلندش پسر خوش قیافه ای بود. بیبیانا هم دختر جذابی بود، موهاشو دوتایی بافته بود. یاد موهای سیخ سیخ خودم افتادم، خجالت کشیدم. بیبیانا به هم لبخند زد. یهو وسط غریبگی و خجالتم نین گفت میخوام بهترین دختر دنیا رو بهت معرفی کنم، پولیانا. چنان با افتخار معرفیم کرد که قصه‌امو فراموش کردم. همه به هم زل زدن، چیزی به ذهنم نمیرسید. عمه روزالیا جوری ماچم کرد که صداش پیچید تو آشپزخونه. فهمیدم زنای روستایی بچه رو همینطوری پشت هم ماچ میکنن. گفت وای وای، بگیم ببینم دختر خوبیه. مارتا و ماریا چنان در وصفم سخنرانی کردن که شاخ در آوردم. اما الادیو به نین گفت نی نظر تو چیه؟ ولی حواس نین جای دیگه ای بود، دوباره بیقرار شده بود. مدام جلوی در بود و گوشش به جاده. عمه روزالیا گفت آروم بگیری پرنده کوچولی خودم، بالاخره میاد. نی منتظر پدر و مادرش بود. برگشت کنارمون نشست. چند دقیقه بعد من و نین و والنتین و بیبیانا چنان صمیمی شده بودیم که نپرس. البته بعضی وقت لهجه و معنی کلماتشون رو نمی فهمیدم، یا از چیزایی که می گفتن درکشون نمی کردم. درباره صحنه نمایش تولد مسیح بهشون گفتم. بیبیانا متعجب گفت واقعا؟ مثل همونی که تو کلیسا درست می کنن؟ نین گفت آره، حتی قشنگتر و بهتر، لباس گرم بپوشین تا بریم نشونتون بدم. بزرگترها گرم صحبت بودن.
اصلا نفهمیدن کی بیرون رفتیم. ماتو از مادرش جدا شد، با همون اومد. خیلی دلم میخواست برادر کوچولویی مثل ماتو داشته باشم، سرشو شونه کنم، بعدش قصه بگم، ولی آرزوی محالی بود. خب اگه خوب به مسئله نگاه میکردی، نین و والنتین و بیبیانا و ماتو هم مثل برادر و خواهرم بودن. نین بدون خطا همه رو برد سمت صحنه نمایش ما. والنتین و بیبیانا از ته دل کیف کردن. ماتو میخواست به مجسمات دست بزنه ولی نذاشتیم. یهو بیبیانا گفت: ای گهواره که خالیه، پس مسیح کوچولو کو. نین لبخند زد و گفت: مثل داستان واقعیش نصف شب میاد، امشب با مشعل میاییم و سرود میخونیم. والنتی هیجان زده گفت: من سرودهای خوبی بلدم، حالا میبینین. حس کردم خیلی دوست داره خودشو همه جا نشون بده. بیبیانا و ماتو هم جا نموندن، دست با چه گفتن: ما هم بلدیم، ما هم بلدیم. زدم زیر خنده. یهو صدای تق و توقی اومد. پدر بزرگ و مادر بزرگ و سوزانا بودن که میزدن به شیشه، اشاره میکردن سرد زود بریم تو. بچه ها ناراحت شدن، هنوز شاهکار قشنگمونو یه دل سیر ندیده بودن. مجبور شدیم برگردیم. مطمئن بودم بزرگترها از دیدن کارمون تعجب میکنن، حتی سوزانا. شایدم درباره سوزانا زیادی خوشبین بودم. عجیب بود، از وقت نهارم گذشته بود اما پدر و مادر نین هنوز نرسیده بودن. تعجب و نگرانی تو چهره بزرگترها معلوم بود، ولی نمیذاشتن نین بفهمه. نین بیچاره مثل اسفند روی آتیش آروم و قرار نداشت. جلوی پنجره وایساده بود، حواسش فقط به جاده بود. میز نهارو چیدن. اشتها نداشتم، ولی ماریا گفت برم بالا سر میز بشینم. دلم نمیخواست نین و بقیه رو ول کنم. دلشورم کمتر از نین نبود. فکرهای بدی از ذهنم میگذشت. صدای ترسناکی درونم میگفت: حتما اتفاق بدی افتاده. شاید اسبشون افتاده باشه تو دره، شاید گرگا بهشون حمله کرده باشن. فکرهای ناراحت کننده ولم نمیکرد. خیلی بد بود روز عیدمون خراب بشه. قلبم به درد اومد. سر میز نهار همه فهمیدن روبرا نیستم. از سوپ خوشمزه چیزی نخوردم. پدر بزرگ پرسید: پولیانا چت شده؟ چرا غذا تو نمیخوری؟ به قول سوزانا برای توضیح دادن افتضاح بودم. دست پاچه میشدم، پرت و پلا میگفتم، ولی تو نوشتن اوزام خوب بود، حرف دلمو میزدم. سوزانا گفت: بهش اهمیت ندین، کلن وحشی و بیادبه. تو شهر تربیت نشد، تو ییلاق چطور آدم شه؟ اونم با بچه های کوه پایه. پدر بزرگ گفت: بچه های اینجا با ادبن، فقط با آداب خودشون تربیت شدن. سوزانا خنده تمسخرآمیزی کرد: اونم چه آدابی. یهو لحن پدر بزرگ به صورت بی سابقه ای تون شد: بچه های اینجا مثل بچه های شهر فاسد نیستن، سر به راهن و چیز بدی به پولیانا یاد نمیدن. سوزانا لباشو گزید، لرزون گفت: منظورم تربیته. پدر بزرگ بهش محل نذاشت، ازم پرسید: پولیانا نگفتی چرا ناراحتی؟ فهمیدم پدر بزرگ آمادگی شنیدن حرفمو داره. دستمو گذاشتم به دستای زمختش. حس کردم درخت کهنسالی رو لمس میکنم. گفتم: پدر و مادر نین هنوز نرسیدن، نین دلشوره داره، خب منم ناراحتم، آخه جادو خطرناکن. بغض راه گلومو بست، ادامه ندادم. سوزانا پرسید: نین کیه؟ ولی کسی بهش توجهی نکرد. پدر بزرگ و مادر بزرگ رفتن تو فکر، معلوم بود نگران شدن. ماریا قضا جلوی مهمونا گذاشت. در گوش مادر بزرگ چیزی گفت. مادر بزرگ متعجب گفت: خدایا. چهرش نشون میداد خبر بدی نیست. بدون ترس از سوزانا گفتم: مادر بزرگ اتفاقی افتاده؟ مادر بزرگ لبخند زد، گفت: نه عزیزم، اصلا غذا تو بخور. همون موقع لورنزو گفت چوپان ده خبروی از خونه نینا برده. پدر بزرگ رفت توی اتاق تا حرفای چوپانو بشنوه. به ماریا گفتم: ماریا اگه چیزی شده بهم بگو. گفت: نه خدا رو شکر اتفاق بدی نیفتاده، فقط پدر و مادر نین نمیان، چون خدا بهشون فرزند تازه ای داده، داداش کوچولویی برای نین.
انگار دنیا رو بهم دادن. نمیدونستم به نینم خبر دادن یا نه. جالب بود. قرار بود ما پدر و مادر نینو غافلگیر کنیم، ولی برعکس شده بود. مارتا نینو برد پیش پدر بزرگ که موضوع بهش بگن. پشت در وایسادم. با دلشوره منتظر اومدن نین شدم. چند دقیقه بعد پدر بزرگ و نین اومدن بیرون. خبر خوبی بود، ولی نینو ناراحت کرده بود. آخه هیچی مثل اومدن پدر و مادرش خوشحالش نمی کرد. پدر بزرگ تا منو دید گفت: پولیانا، برو با نین بازی کن، امروز روز خیلی خوبیه. از دستور پدر بزرگ خیلی خوشحال شدم، ولی مطمئن نبودم دل نین به این سادگی ها شاد شه. دست نینو گرفتم. تو سکوت از پلا پایین رفتیم. توی آشپزخونه قیامتی به پا بود. جشن عید اونجا برگزار میکردن. همه با سر و صدا به نین تبریک گفتن، بوسیدنش. ولی نین ساکت و سردرگم بود. چوپان ده گفت: چرا ساکتی پسر؟ مگه نشنیدی ارباب چی گفت؟ تو دیگه مرد شدی. مارتا هم پرید وسط و گفت: نه مردی که فقط به ریش و سنشون مینازن، مرد واقعی. ماجرا از دیده همه حل شده بود. مردا سیگار کشیدن و حرف زدن، زن هم غذا را آماده کردن. شب خیلی زود رسید. از صبح چیزی تای دلم چنگ میزد، چیزی که از شور و اشتیاقم مایه میگرفت. همون موقع فکری به ذهنم رسید. رفتم طبقه بالا. پدر بزرگ و مادر بزرگ و سوزانا تو مهمون خونه نشسته بودن. محکم و آروم گفتم: مادر بزرگ، میخوام باهات حرف بزنم. مادر بزرگ لبخند زد و گفت: باشه، بگو. لبخند مادر بزرگ نشونه خوبی بود، یعنی میشد راحت حرفمو بزنم. کاش مزاحمی مثل سوزانا نبود. یهو دیدم سه جفت چشم بهم زل زدن. قلبم تون تون میزد، ولی دل به دریا زدم و گفتم: مادر بزرگ، میخوام درباره اسباب بازی قدیمی چیزی بگم، همونایی که مال بچه های قدیم خونه بوده. یهو زبونم بند اومد، قلبم میخواست از جاش در بیاد. قیافه جدی مادر بزرگ و پدر بزرگ بدتر دست پاچم کرد. سوزانا دهن باز کرد چیزی بگه. نباید میذاشتم کارو رو خراب کنه. گفتم: مادر بزرگ، کلی بچه تو آشپزخونه است. والانتین، بیبیانا، ماتئو، نین، حوصله‌شون هم سر رفته. اسباب بازی هم ندارن باهاش بازی کنن. من گفتم: خب کلی اسباب بازی بالاست که بی استفاده خاک میخوره. البته خاک که نمیخورن چون تو گنجن، ولی خب اسباب بازی باید وای، به نظرم گند زدم. نشد حرفمو واضح بزنم. مادر بزرگ گفت: میخوای چی بگی؟ منظورت چیه؟ گفتم: اگه چند بچه با اسباب بازیای طبقه بالا بازی کنن، شما ناراحت میشین؟ مادر بزرگ ساکت شد. یعنی متوجه منظورم نشده بود؟ من که حرفمو واضح زدم. لبای مادر بزرگ لرزید. یعنی ناراحت شده بود؟ بغض کردم. آروم گفتم: مادر بزرگ، دوست ندارم ناراحت بشین، مخصوصا که امروز عیده. گفت: ناراحت نشدم دخترکم، فقط اسباب بازی ها تنها یادگار بچه ها من. انگار کسی جای من گفت: اسباب بازی که یادگاری نیست مادر بزرگ. نفهمیدم چطور جرأت کردم چنین حرفی بزنم، ولی پا رو فراتر گذاشتم و گفتم: اسباب بازی برای بازیه تا دل بچه ها رو شاد کنه، نه یادگاری. یادگاری چیزای دیگه است، مثلا عکس و چی میدونم چیزایی مثل عکس. تازه یاد آدم ها باید تو قلبمون باشه، نه توی مش اسباب بازی. سوزانا دیگه طاقت نیاورد، گفت: واقعا گستاخ و پررویی، زودتر گم شو برو دختر خل فوزول. دو کرد به پدر بزرگ. نفس زنان گفت: عمو جون، باور کنین تربیت پولیانا هیچ ربطی به من نداره. میدونین با چرندیاتش موافق نیستم. بهتون گفتم بچه وحشی و بیادبیه. پدر بزرگ با اشاره دست به سوزانا فهمون که ساکت شه. سوزانا جا خود، دهنشو بست. پدر بزرگ گفت: نباید عذرخواهی کنی دخترک مهربون، هیچ چیز بدی تو حرفات نبود. به مادر بزرگ نگاه کرد. مادر بزرگم آروم و مهربون گفت: نه، حرفات بد نبودن. مادر بزرگ رفت تو فکر، سکوت کرد. پدر بزرگ سکوت شکست، گفت: گمونم مادر بزرگ با پیشنهادت موافقه. مادر بزرگ خندید، اشکاشو پاک کرد، بلند شد و گفت:
را بیفت دختر کوچولو. بریم بالا ببینیم چی کار میکنیم. سخصده گفتم مادر بزرگ بچه ها رو صدا بکنم بیان. مادر بزرگ گفت آره برو صداشون کن. مثل برق از پلا رفتم پایین. وای خدا، نین چقدر خوشحال میشد. بچه ها با دهن باز نگام کردن. گفتم بیان بالا. نمیدونستن قراره چی ببینن. وقتی نین کورمال دست گرفت به دیوار از پلا اومد بالا، تازه فهمیدم واقعا نابیناست. انگار تا حالا نفهمیده بودم. مادر بزرگ تمام چراغای اتاق رو روشن کرده بود. تازه فهمیدم مبلا چه رنگ قرمز و آبی زنده‌ای دارن. بچه ها هاج و واج دم در وایساده بودن. نین ساکت بود. نمیشد چیزی از قیافش خوند. ولی انصافا مارتا درست میگفت. رفتار نین مردونه بود. میدونستم چه غم بزرگی تو دلش نشسته، ولی بروز نمیداد. مادر بزرگ در قفسه ها رو باز کرد. بوی نفتالین پیچید تو اتاق. مادر بزرگ مثل ملکی سخاوتمند گفت بیاین تو بچه ها، میخوام بهتون هدیه بدم. والانتینو، بیبیانا و ماتئو مثل آدم های گنگ به مادر بزرگ خیره شده بودن. مارتا گفت خانم زبونشون رو من بلدم. رو کرد به بچه ها گفت نادونا، نشینی خانم چی گفت؟ به چی خیره شدین؟ بیاین جلو. رفتم جلو، دستشون رو گرفتم، آوردمشون نزدیک قفسه ها. مادر بزرگ و ماریا بسته ها رو باز میکردن. اسباب بازی رو میذاشتن جلوی بچه ها. بیبیانا و ماتئو همونجور هاج و واج نگاه میکردن. ولی والانتین کمرویی رو کنار گذاشت و سوار اسب پدرم شد. از خوشحالی مثل پرنده ها صدا در آورد. اسبو هی کرد. بیبیانا به عروسک بزرگی زل زده بود. عروسک و اجاق خوراکپزی و چند تا اسباب بازی دیگر رو بهش دادم. گفتم همش مال توه. تفلکی سرگردون مونده بود، نمیدونست چیکار کنه. عروسک رو گذاشتم تو بغلش، خندید، با احتیاط نوازشش کرد، طوری که انگار میترسید دعواش کنند. چند دقیقه بعد غرق بازی و شادی بودیم. بچه ها انگار خواب میدیدن. والنتین عاشق کتاب بود، ولی هیچ کتابی نداشت. چند تا کتابو که خیلی دوست داشتم بهش دادم. با چنان شوقی کتابا رو ورق زد که قند دلم آب شد. شردم حق داشت، چون کتابا داستان و نقاشیای قشنگی داشتن. داستانای ژول ورن، سفرای مارکو پولو، سفرای گالیور و ماجراهای تام سایر هم بینشون بودن. وسوسه شدم چند تاشون رو برای خودم نگه دارم. ولی فوری منصرف شدم، چون کتابای زیادی داشتم. والنتین گوشه نشست، کتابا رو دور خودش چید. نمیدونست از کدومشون شروع کنه. رفتم پیش نین، دستشو گرفتم و گفتم نین تو چیزی نمیخوای؟ اسباب بازی قشنگی اینجاست. براش از اسباب بازی رو گفتم، ولی هیچ شور و شوقی نشون نداد. آخرش گفت نه پولیانا، من هیچی نمیخوام، هیچی. میدونستم از ته دلش میگه واقعا چیزی نمیخواست. نین فقط منتظر بهار بود که برگرده پیش پدر و مادرش. بچه های دیگه خجالتی نبودن، اتاقو گذاشته بودن رو سرشون. مادر بزرگ تقریبا همه ی اسباب بازی رو تقسیم کرده بود. نین به زور اصرار و خواهش من دوتا کتاب برداشت. بهش قول دادم سر فرصت دراش بخونمشون. مادر بزرگ از بازی و شادی بچه ها خوشحال بود. چند دقیقه بعد قبراق و سرحال از اتاق بیرون رفت. همون موقع فهمیدم چقدر مادر بزرگ رو دوست دارم. فهمیدم چقدر بهش افتخار میکنم. تا بعد از ظهر همه مهمونا رسیدن. همه میگفتن و میخندیدن، جز من و نی. تفلک دلش لک زده بود خبری از خانوادش بگیره. پدر بزرگ چوپانو فرستاده بود با خبرهای دقیق برگرده. والنتین پرید تو، هیجان زده داد زد بیاید ببینین چه خبره، همه اومدن. بیبیانا هم خبر آورد، زنا هم اومدن، بگو به خندی رو افتادی که نگو. ماریا دستام رو گرفت و گفت حق دارن زخ زده شن، کم پیش میاد همه یه جا جمع بشن بگن و بخندن، بیچاره ها فقط کار میکنن. نین گفت مثل بابا و مامان من، حالا مامانم مجبوره بچه رو ببنده پشتشو تو مزرعه کار کنه، مثل وقتی منو میبست پشتش، از تصورش گریه هم میگیره. مادرم میگفت مجبور بره منو بذاره تو سایه و خودش بره زیر آفتاب خرمن بکوبه،
حالا دوباره قرار همون زجر تکرار بشه. میجره مادرم دوباره میافته تو سقدی و زحمت. هیچکی نمیدونه زندگیمون چقدر سخته. والنتین گفت بابای منم وقتی میره صحرا موتور رو میذاره تو خونه درا رو قفل میکنه، ولی خان معلم جدیدمون به بیبیانا اجازه داده گاهی زنگای تفریح بره به موتور سر بزنه. ماریا قصدا گفت چی کار میشه کرد؟ زمین همه چیزمون میگیره. حس کردم قصه عجیبی تو لحن ماریا است. حرفش اثر عمیقی روم گذاشت. معنیش رو دقیق نفهمیدم ولی تکونم داد. زمین همه چیزمونو میگیره. به نظرم نین و والنتین و بیبیانا معنیشو خوب فهمیدن، چون غمگین شدن. بچه های روستا با بچه های شهر خیلی فرق داشتن. بچه های شهری اصلا مشکلات بچه های مثل نینو درک نمی کردن. با خودم گفتم من متعلق به کوپایم، عاشق اینجا و مردم خونگرمشم. دم غروب مسجرا رفتم بالا تا عیدو به پدر بزرگ و مادر بزرگ تبریک بگن. خشک و مؤدب نشسته بودن. حواسشون بود چکمه‌های گلیشون جایی رو کثیف نکنه. دستای زمختشون رو روی سینه گذاشته بودن، مثل بچه ها مؤدب و سربزیر. چشماشون حالت عجیبی داشت، انگار به کوههای دوردست نگاه میکردن. برخلاف طبقه پایین که بی تعارف شربت و شیرینی میخوردن، اینجا مؤدب و کمرو شده بودن. موقع شام براشون تو آشپزخونه میز چیدن. میز کم اومد، چند تا بشکه جای میز گذاشتن. غذا خوردنشون پر سر و صدا و شادی بود. خواستم کنارشون بشینم باشون غذا بخورم، ولی ماریا گفت ادا در نیار پولیانا، باید بالا با ارباب غذا بخوری، نه کنار کارگر و کشاورزا. از هرچی آداب و رسوم بود حالم به هم میخورد. دوست داشتم کنار نین و بچه ها غذا بخورم، نه اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگ و دوست نداشته باشم، نه، فقط فضای صمیمی آشپزخونه چیز دیگه ای بود. رفتم سر میز. خیلی قشنگ تزیینش کرده بودن. تمام مدت سوزانا حرفی نزد. بعد ماجرای تقسیم اسباب بازی ها پکر شده بود. شام که تموم شد از پدر بزرگ و مادر بزرگ خواستم بیان صحنه نمایش من و نینو ببینن. پدر بزرگ متعجب گفت واقعا شما ساختین؟ کجا؟ مادر بزرگم گفت چه فکر جالبی، شاید برای روماتیسمم خوب نباشه ولی باید بریم ببینیم. معلوم بود سوزانا دوست نداره چیزی ببینه. گفتم نمیخوام تو زحمت بیافتی سوزانا، ممکنه سرما بخوری، تو نیا. سوزانا فقط لب و لوچاشو با نفرت بالا انداخت، چیزی نگفت. زوغ زده به پدر بزرگ و مادر بزرگ گفتم ولی قبلش باید شاهکارمونو ببینین. مادر بزرگ تعجب کرد و گفت شاهکار؟ دیگه قراره چی نشونمون بدی؟ گفتم باید ببینین، چند لحظه صبر کنین. فوری رفتم پایین. نین تو آشپزخونه کنار آتیش نشسته بود. بقیه هم شاد و بی دغدغه گرم صحبت خنده بودن. گفتم نین بیا بریم بالا، وقت امتحانه. نین لبخند زد و بلند شد. رفتیم دفتر و مدادمون رو برداشتیم. موقعی بالا رفتن گفتم ببین، شاید نیومدن پدر و مادرت حکمتی داره. گفت حکمت؟ چه حکمتی؟ گفتم مثلا این که بهار که بری پیششون میتونی بخونی و بنویسی. مطمئنی میتونم؟ آره آره، تو خیلی باهوشی، خیلی. چیزی نگفت، فقط آه کشید. رسیدیم دم مهمون خونه. کنجکاوی از چهره پدر بزرگ و مادر بزرگ میبارید. نشستیم، دفترها رو باز کردیم. نین کمی خجالتی بود ولی هرچی بهش دیکته کردم خیلی خوب و خوشخط نوشت. دهن پدر بزرگ و مادر بزرگ باز مونده بود. کم مونده بود سوزانا شاخ در بیاره. عینکشو در آورد، زد به چشمش تا بهتر ببینه. پدر بزرگ به نین گفت چند تا از حروف الفا رو بنویسه. هرچی گفت نین تند و قشنگ نوشت. خیلی به خودم افتخار کردم. انصافاً نینم سنگ تموم گذاشت. پدر بزرگ پرسید چطوری؟ اصلا کی شروع کردین؟ ماجرای مقوا رو تعریف کردم.
گفتم ایده کار رو از حرف پدر بزرگ گرفتم. ازم خواستم مقواها رو بیارم. رفتم و آوردمشون. با تعجب به حروف الفبای سوراخ سوراخ شده دست کشیدن. کلی بهمون افتخار کردن. پدر بزرگ من و نینو بغل کرد و بوسید و خیلی ازمون تعریف کرد. همون لحظه مارتا اومد بالا. گفت چوپان ده برگشته. گفت نین صاحب برادری شده که سالم و خوشگله. یهو بغض نین ترکید. جوری گریه کرد که دل همه رو به درد آورد. دلداریش دادن. متعجب بودن چرا برای خبر خوب گریه میکنه. هیچ کس نمیتونست گریه نین برای دوری از پدر و مادرشه. برای اینکه مجبوره تا بهار صبر کنه. برام عجیب بود. آدم بزرگا چرا بعضی چیزای واضح و درک نمیکنن. بالاخره نین آروم گرفت. پدر بزرگ گفت لباس گرم بپوشیم و بریم کلیسا. لباس پوشیدیم و رفتیم تو حیاط که سوار درشکه بشیم. گفتم پس کاری که ما ساختیم چی میشه؟ پدر بزرگ گفت درسته، حق با توه، بریم ببینیم. باغ با کلی فانوس رنگارنگ روشن شده بود. همه جا مثل طلا میدرخشید. حیف که نین نمیدید. رسیدیم به صفحه نمایش ما. خوشبختانه برف نباریده بود که کار زیبای ما رو خراب کنه. ماریا مسیح کوچولو رو نشونده بود رو کاها. بیبیانا و ماتو هم کم مونده بود از تعجب شاخ در بیارن. ماتو گفت پس راسته، راسته که میاد. همگی سرود خوندیم. مارتا از همه بهتر میخوند. با اینکه شب تاریک و ابری بود، آدم خیال میکرد آسمون پر ماه و پر ستاره است. سوار درشگاه شدیم، رفتیم سمت کلیسا. مارتا و ماریا همچنان سرود میخوندن. صداشون میپیچید بین صدای نعل اسباب و بادی که از بین درختای خشک بی برگ رد میشد. تو دلم گفتم کاش میشد تا ابد تو کوهستان زندگی کنم. روز عید نوئل بارش برف دوباره شروع شد. یک ساعت قبلش همه مهمونا برگشته بودن دهشون. از بالا دیدم اسباب بازی ها رو بار قاطرا کردن و رفتن. دوباره ما موندیم و آدمای خونه. اهالی خونه دیر بیدار شدن چون شب قبل تا دیر وقت بیدار مونده بودن. رفتم پایین. مارتا نینو که کنار آتیش نشسته بود نشون داد و گفت از صبح مثل پرنده پرشکسته کس کرده، هیچی نمیگه، انگار با چماق زدن تو سرش. بگین بخندین ناسلامتی عیده. نشستم پیش نین، گفتم سلام، اگه بدونی چه برف قشنگی میاد. مضطرب گفت برفش خیلی تنده، پس حتما تو کوهسا هوا خیلی سرده. مارتا از کوره در رفت و گفت چقدر تو بچه ننه و ترسوی، انگار پدر و مادرت بچن، بلد نیستن جلوی سرما و گرما رو بگیرن. تو به کی رفتی بچه؟ بس کن دیگه. نین عصبانی شد، گفت تو دیگه چرا مارتا؟ میدونی من برای خودم گریه نمی کنم، فقط دلم برای پدر و مادرم میسوزه. مارتا گفت حالا با گریه وزاری تو خانواده گرم میشن. مطمئن باش اگه بشنون حسابی عصبانی میشن. آقا کوچولو اگه نمیدونی بدون، تا حالا هیچ کدوم از اجدادت از سرما نمردن، همشون آدمای قوی و گردن کلفتی بودن. نین با لحنی که دلم و سوزون گفت باشه باشه، بزرگترها قوی هن، ولی نوزادی که تازه دنیا اومده چی ها؟ گردن گلفته؟ اگه تو سرمایه کود دمون میاره پس من اینجا چی کار میکنم؟ یعنی از نینی کوچولو هم ضعیفتر و بدبخت داره؟ مارتا از خودم و از اینجا بودنم متنفرم، دلم نمیخواد مثل بدبخت ها با هم رفتار کنن. فهمیدم نین دیگه بچه نیست. فهمیدم آدم ها تو کوهستان زود بزرگ میشن. مارتا گفت قصه نخور بچه جون، در آینده به اندازه کافی قصه سرت میریزه. نمیدونم چرا خانم معلم درسوز و آتیش پارت فکری به حالت نمی کنه. مارتا نگام کرد. حتما باید کاری میکردم، ولی چی کار؟ مارتا همش میخواست از علت ماجرا بگذره، میخواست موقتا نینو ساکت کنه، ولی چه فایده داشت؟ مسئله حل نمیشد. باید با نین حرف میزدیم، باید اجازه میدادیم خودشو خالی کنه. گفتم نین هر چی تو دلت بریز بیرون، من درکت میکنم. سرشو پایین انداخت و گفت میدونی پولیانا، دلم نمیخواد با مثل بچه کوچولوها رفتار کنن. وقت از آینده حرف میزنن برای همه بچه ها نقش تعیین میکنن جز من. سال بعد والنتین میره مزرعه کمک پدرش، ولی من چی؟
باید بزننم تو سایه و خودشون زیر آفتاب کار کنن. ولانتین رفته مدرسه، با سواد شده، مرتب میگم باهوشه، با استعداده، چیو چیه؟ معلوم رویش هر روز قوی تر میشه. من چی؟ من حتی نمیتونم مثل بیبیانا توش بس خونه به مادرم کمک کنم. نینه بیچاره خیلی معذب بود. گفتم نین نباید قصه بخوری، خیلی سخت میگیری، وقتی خوندن نوشتن یاد بگیری کلی ارزشت میره بالاتر. حرفم نینو خوشحال نکرد، همونجور غمگین و اخمو سرشو پایین انداخت. آروم و بغض کرده گفت وقتی میرن سهر و مزرعه تو خونه تنها میذارن، ولی اما تنهاییم لذت بخشه. نزدیک در میشینم، منتظر میشم برگردن. میدونی آرزون فقط کمک کردن به خانوادمه. هیچ وقت چیزی نخواستم جز این که همیشه کنار پدر مادرم باشم. میخوام یه چیزی بهت بگم که تا حالا نگفتم. یهو مارتا گفت خیلی مرموز شدین، چیه؟ همش پیچ پیچ میکنین. گفتم هیچی، درباره تلف شدن عم حرف میزنیم. مارتا آه کشید و گفت آهای گفتی، چشم هم میزنی میبینی موهات مثل من سفید شده. انگار همین دیروز بود تو باغ توت فرنگی میچیدم و میخوردم، هنوز طعمش تازه است. 15 سالم بود، عمر مثل خواب و خیاله، مثل رودخونه میره و دور میشه. گفتم اشتباه میکنی مارتا، موهات اصلا هم سفید نیست. حس کردم مارتا خیلی غمگینه، باید دلداریش میدادم قصه نخوره. خندید، خوشحال شد. از خودم راضی بودم، حرف به درد بخوری زدم. سر حال و قبراق بلند شد، کلیدا رو برداشت بره انبار. گفتم نین میخواستی چی بگی؟ بگو. میدونی پولیانا، تابستون قبل چیزی شنیدم که داغونم کرد. توی سایه دراز کشیده بودم، بقیه همون نزدیکی ها تو مزرعه کار میکردن. نسیم صدای جور و جور در میآورد سمتم، صدای بگو مگوی کارگرا، صدای سوم اسبا و جیجیرکایی که از گرما هوار میکشیدن. صدای عمه روزالیا رو شنیدم که با مادرم حرف میزد. فکر کردم مثل همیشه حرفای معمولی زنو نمیزنن، ولی تو حرفاشون اسم خودم رو شنیدم. عمه روزالیا گفت تا کی میخوای بهش نون بدین؟ میخواین آتل و باطل و بیمصرف بار بیاد؟ اگه بدبخت بشه مقصر خودتونین. وای، انگار دنیا رو کوبیدن تو سرم. مادرم بهش گفت خودمون کم بدبختی داریم، تو هم هی به زخممون نمک بپاش. ولی عمه روزالیا دست بردار نبود، گفت آخرش چی؟ میخوای مرد بیخاصیتی بشه که تو خونه دراز میکشه؟ باید وادارش کنی کاری بکنه. برای خودت میگم، نمیخوام بی خدا بی جهت به زخم زبون بزنم. والانتینو ببین چقدر خوب کار میکنه، بیبیانا رو ببین. نمیدونی چقدر غصه خوردم بولیانا، دلم میخواست بمیرم. تفلک نین سرش انداخت پایین، دوباره غمگین شد. میدونستم حرف دردی ازش دوا نمی کنه، ولی دلداریش دادم. نین اشتباه نکن، تو هم خیلی مفیدی، پدر و مادرت بهت افتخار میکنن، حتی مارتا به مادرت حسودی میکنه چون پسر نداره. باور کن راست میگم. نین گفت میدونم، ولی حرفای عمه روزالیا دائم تو گوشمه. میدونید چرا از اینجا بدم میاد؟ چون میخورم و میخوابم و خوش میگذرونم. اگه خونه باشم لاقل از استبل هیزم میارم، بس بهمون غذا میدم، کاره کوچیک میکنم. درسته نمیبینم، ولی وجب به وجب خونمونو مثل که به دستم بلدم. از حرفای نین بیشتر غمگین شدم. تفلک احساس بدی داشت، عذاب میکشید، اما چیکار باید میکردم؟ روز بعد بارش برف شدت گرفت، ولی دیگه برام قشنگ نبود چون نین مریض شده بود. لورنزو رو فرستادن دنبال دکتر روستا. دم غروب دکتر سوار اسبش رسید، نین رو معاینه کرد، گفت تب داره، احتمالا سرما خورده. گفتم فعلا چیز مهمی نیست. ماریا گفت نین زیاد کابوس میبینه، عصبیه، انگار از چیزی رنج میبره. دکتر گفت بعد استراحت کنه، نباید بذارین چیزی اذیتش کنه. نسخه نوشت داد لورنزو تا تهیه کنه. خیلی نگران نین بودم، خواستم برم ببینمش، ولی مارتا گفت باید استراحت کنه، گفت ممکنه حرف زدن خسته یا عصبیش کنه. حق داشت،
ولی دلم میخواست براش کاری بکنم. ولی چی کار؟ بعد فکر میکردم. تای دلم میدونستم خیلی کار ازم ساخته است. توی رخت خواب بهش فکر کردم. با همین فکرام خوابم برد. فرداش که بیدار شدم پدر بزرگ دو تا خبر خوب داشت. خبر اول دنیا آمدن کره اسب مادیان بود. اما خبر دوم چشمای پدر بزرگم برق انداخته بود. گفت سوزانا امروز میره. سوزانا قبل رفتن خونه رو گذاشته بود رو سرش. همش دستور میداد چمدوناشو ببندن، بیارن، ببرن. وقت رفتن گونم رو بوسید و گفت عاقل باش پولیانا، دیگه بزرگ شدی، کاری غلط رو بذار کنار. از دهنم پرید مثلا کدوم کارا؟ گفت مثلا انتخاب دوستات. از لای چشم به پدر بزرگ و مادر بزرگ نگاه کرد، میخواست بفهمونه مقصرن. ولی پدر بزرگ و مادر بزرگ زرنگ خودشونو سرگرم نشون دادن، محلش نذاشتن. ولی سوزانا از رو نرفت، گفت درساتم بخون، نمیخوام وقتی برگردی شهر مثل خنگا شده باشی. ادای خانم معلم رو هم در نیار، لازم نیست به بچه های مردم درس بدی، خودت هنوز شاگردی، پر رو نشو، بچه خوبی باش. پدر بزرگ کلافه شد، گفت بسته سوزانا، برای کارای خوبش بازخواستش نکن. سوزانا هم از کوره در رفت و گفت بس کنم او جان، خیلی لوسش کردین، واقعا پر رو شده. بالاخره خداحافظی کرد، باز منو بوسید. قلبن آدم بدی نبود، فقط زبونش تند بود. بعد رفتن اتوبوس سوزانا رفتم دیدن کره اسب کوچولو. از لورنزو خواهش کردم کره اسب نشونم بده. دستمو گرفت رفتیم سمت استبل. گفت احتمالاً بازم برف بیاد. گفتم از کجا میدونی؟ سوال احمقانه‌ای بود. پیشبینی‌های لورنزو هیچ وقت غلط از کار در نمی‌اومد. گفت چند سال که تو کوهستان زندگی کنی یاد می‌گیری؟ گفتم از خدام تو ابد اینجا بمونم. خوشحال شد. احساس غرور کرد. گفت اگه بری مطمئنم می‌میرم. نمی‌دونم چرا بعضی از اینجا دل می‌کنن میرن جای دیگه. گفتم مثلا کیا؟ مثلا اموات. رفتن که رفتن، پشت سرشون هم نگاه نکردن. پیر زن و پیر مرد بیچاره چشمشون به در خوش شد. لورنزو آدم خوب و با احساسی بود. سواد نداشت ولی خیلی سرش می شد. چشم بسته می گفت کی بارون میاد یا ساعت چنده. توی استبل گرم بود. بوی اسباب و گاوا، حرم بخار دهنشون مشامم رو پر کرد. تا کره اسبو دیدم عاشقش شدم. نارنجی بود با چشمای گرد و براق. رو پاهای لاغر ظریفش جست و خیز میکرد. انقدر غرق تماشای کره اسب شدم که نفهمیدم برف سنگین بیرون کی شروع شد. لورنزو گفت دیدی گفتم برف میاد؟ با وجود برف سنگین دیگه نمیشد بیرون رفت. نشستیم رو نیمکت. لورنزو از خاطرهاش گفت. گوش کردن به حرفش لذت بخش بود. گفت 12 سالم بود که اومدم خونه پدر بزرگت. روزا با گله می رفتم کو. آدمیزاد به چشم نمی دیدم. تو قارا و کلبه ها می خوابیدم. هر 15 روز می اومدم ده یه غذایی می گرفتم. تا 3 سال کارم همین بود. بالاخره بعد 3 سال پدر بزرگت گفت بیام تو خونه کار کنم. اومدم. بعدم با مارتا آشنا شدم. اولین بار که دیدمش تو باغچه توت فرنگی می چید. یادش بخیر. خلاصه تا وقتی که برف آروم شد از هر دری حرف زدیم. فقط حیف جای نین خالی بود. تازه فهمیدم بدون نین چقدر سخت میگذره. از ماریا احوالشو پرسیدم. تغییری نکرده بود. ماریا قصدا گفت مشکل از قلبش. حرف ماریا بیشتر غمگین و نگرانم کرد. اما بعدش اتفاق قشنگ و عجیبی افتاد. وقتی پدر بزرگ فهمید چقدر از کره اسب خوشم اومده گفت مال خودت. اولش باورم نشد، فکر کردم خواب میبینم. انقدر محکم پدر بزرگو بغل کردم که نزدیک بود بیفته. بی زور خودش از بوسه های آبدارم خلاص کرد. مادر بزرگ که اومد تو از تعجب نزدیک بود شاخ در بیاره. آخه میدونست پدر بزرگ حوصله بغل و ماچ و بوسه رو نداره. گفت چه خبره؟ با دومت گردو میشکنی پولیانا؟ وقتی گفتم چی شده گفت باید خیلی به خودت بنازی. پدر بزرگ به کسی اسب نمیده.
میگه اسبا از خیلی از آدما با ارزش ترن. پدر بزرگ پیپیشو روشن کرد و گفت: نه من بی خودی به کسی اسب نمیدم. پولیانا ارزششو داره. نمیبینی چه کارای خوبی کرده؟ مادر بزرگ نشست و صندلی. با مهربونی گفت: آره، کلی کار خوب کرده. مثلا فکر بخشیدن اسب بازی ها. چه احساس خوبی دارم که بچه ها رو خوشحال کردم. اسب بازی ها میموندن تو کمد و میپوسیدن که چی؟ آرامشم و مدیون تو هم خانم مهربون. حس عجیبی داشتم، احساس غیر قابل وصف، شاید ترکیبی از غرور و خوشحالی و آرامش. فکر کردم هیچ کس به اندازه من خوشبخت نیست. زندگی چیز عجیبیه. هنوز مهر خبرای خوب خوش نشده، خبرای بعد از راه میرسن. سر میز نهار بودیم که یهو مارتو با موهای پریشین و رنگ پریده اومد تو. گریهش بند نمیومد. یخ کردم، دهنم خوش شد. مطمئن بودم بلایی سر نین اومده. پشت سرش ماریان با حال بد پرید تو اتاق، جیغ و داد میکرد. پدر بزرگ و مادر بزرگ وحشت کردند. پدر بزرگ پرسید: چی شده؟ چه خبره؟ ماریا دهنش قفل شده بود، نزدیک بود قش کنه، ولی مارتو خودشو جمع جور کرد و گفت: خدایا خود رحم کن، پرنده کوچولومون پریده. پدر بزرگ داد زد: از دست شما زنا که همش جیغ میزنین، محض رضای خدا بگین چی شده؟ پرنده کدومه؟ چی پریده؟ مارتا بریده گفت: نین رفته، اثری ازش نیست. وای خدا بدبخت شدیم. برای لحظه حس کردم اتاق از نوک کوه هم سرتر شده. مارتا باز گفت: وقتی رفتم تو اتاقش پنجره باز بود، برف می اومد تو، نینم تو تخت خوابش نبود. گیج شده بودیم. نین با حال بد و تب بالا فرار کرده بود. بدبختانه معلوم نبود کدوم سمت رفته، چون بارش برف رد پاها رو پوشونده بود. گریم گرفت. دبلگی نین خیلی ضعیف بود، نمیتونست زیاد راه بره. تازه میفهمیدم چقدر دوستش داشتم. درست خوندن و نوشتن یادش داده بودم، ولی نین چیزای مهمتری بهم یاد داده بود. اینکه زشت بودم مهم نیست، اینکه بدبختیای بزرگتری هم هست، مثل سربار بودن، فقیر بودن، دوری از خانواده و زود بزرگ شدن. نین بهم نشون داد زندگی گاهی خیلی بیرحمه. ولوله‌ای تو خونه افتاده بود. همه حیرون بودن این کجا رفته. حدسای مختلفی می زدن، حدسایی که دل آدمو به درد می آورد. نگران بودن تو رودخونه غرق شده باشه یا زده باشه به کوه. حتی فکر می کردن تو خواب را افتاده. وسط معرکه داد زدم: نین برگشته خونش، مطمئنم رفته اونجا. همه برگشتن سمتم، ناباورانه به هم خیره شدن. اشکم سرازیر می شد. گفتم: نین دو خواب را نمیره، دیگه نمیخواسته اینجا بمونه، رفته خونه شد. بعد بلند بلند گریه کردم. پدر بزرگ بغلم کرد، با دستای زمخت مهربونش نوازشم کرد، گفت: دخترم تو مطمئنی؟ گفتم: مطمئنم، خودش برام درد دل کرد، ولی فکر نمی کردم تنها را بیفته بره. پدر بزرگ لحظه ای فکر کرد و بعد گفت: خیلی خوب، بعدن هرچی میدونی به هم بگو. لورنزو، اسبا رو زین کن بریم دنبالش. به پدر بزرگ اصرار کردم منم ببره، ولی قبول نکرد. خودش رفت سمت تپه، لورنزو رو فرستاد سمت بیشه. ماریا میگفت نین احتمالاً بعد صبونه رفته، چون صبونش رو براش برده بوده اتاقش، حالش رو پرسیده. نین گفته حالش از دیشب بهتره. به مارتا گفته بره، گفته میخواد بخوابه. مارتا هم خوشحال و راضی از اتاق اومده بیرون. مارتا بوس کرده گفت: وقتی رفتم تو اتاقش مثل قفسی بود که پرندش رفته باشه، سوت و کور و خالی. مادر بزرگ گفت: به جای قصه خوردن بیاین دعا کنیم. رفتیم بالا، با هزار جور نگرانی نشستیم. برای نین دعا کردیم، زل زده بودیم به آتیش، اما گوشمون به جاده بود. اصلا نفهمیدیم زمان چطور گذشت. وقتی به خودمون اومدیم، از آتیش زور فقط زغال خاکستر گرفته مونده بود. هوا هم تقریبا تاریک شده بود. مارتا بلند شد، چراغ رو روشن کرد. مادر بزرگ نگران گفت: خدایا خیلی دیر کردن. بله، خیلی دیر کرده بودن. دلم بدجوری شور میزد. زمستون هوا زود تاریک میشد، ولی دیر اومدنشون نگرانم میکرد.
حالا فقط برای نین نگران نبودیم. ممکن بود برای پدر بزرگ و لورنزو هم اتفاقی افتاده باشه. پدر بزرگ مدت ها بود سوار اسب نشده بود. لورنزو هم دیگه مثل قدیما جوان نبود. ماریا از مادر بزرگ پرسید شام میخوره؟ مادر بزرگ دل و دماغ خوردن نداشت. هممون بی اشتها شده بودیم. نمیدونم چقدر دیگه گذشت که صدای در حیاتو شنیدیم. خوشحال دویدیم سمت حیات. لورنزو رو دیدیم که مثل لبو سرخ شده بود. کلوشو تا رو ابروهاش پایین آورده بود. مارتا نگاش کرد. با دیدن قیافه دماغش گفت پیداش نکردی؟ مرد گنده بی ارسه. خدایا حالا چی کار کنیم؟ لورنزو ناراحت و خجالت زده سرشو پایین انداخت. مادر بزرگ نزدیک بود بیفته. ماریا زیر بغلش رو گرفت، کمکش کرد رو صندلی بشینه. لورنزو گفت میرم ببینم چی کار میشه کرد. مارتا لیوانی نوشیدنی گرم به لورنزو داد. این معطلی سر کشید. فانوس از مارتا گرفت و رفت. چند متر نرفته داد زد اومدن، صدای اربابو میشنوام. چند دقیقه بعد پدر بزرگ نینو توی پتو آورد، بیهوش و رنگ پریده. ماریا گریه کرد. من گریه نکردم. ته دلم روشن بود نین نمیمیره، حالش خوب میشه. پدر بزرگ گفت بدین دکتر بیارین، آتیشم حسابی تند کنین. پدر بزرگو هیچ وقت انقدر عصبی و گرفته ندیده بودم. نینو بردن تو اتاقی که درش همیشه قفل بود. اتاق پدرم بود. از وقتی رفته بود درشو باز نکرده بودن. پدر بزرگ انگار با خودش حرف بزنه گفت چه شده؟ میخواسته چیکار کنه؟ معلوم بود نین میخواست بره خونش. بغچه لباساش هم همراهش بود. حالا داغ داغ بود، هزیان میگفت. نین باهوش فقط چند بار از مسیر خونشون رد شده بود، ولی تو حافظش مونده بود راهو درست رفته بود. اگه کولاک نمیشد ممکن بود مسافت بیشتری بره، ولی بیهوش شده بود، افتاده بود کنار جاده. بی هوا یاد صحنه تولد مسیح افتادم. با چه شوری مجسمه ها رو کنار هم گذاشته بودیم. وقتی دکتر اومد همه رو از اتاق بیرون کرد. به مارتا گفتم مارتا نین چیزیش نمیشه مگه نه؟ حرفی نزد، بغلم کرد. پشت در اتاق تو راه رو قدم زدیم. دل تو دلم نبود. بالاخره دکتر و پدر بزرگ اومدن بیرون. از رنگ و روی پریده پدر بزرگ فهمیدم مسئله خیلی جدیه. قلبم سرد و سنگین شد. چنان غمی رو دلم نشست که فقط دویدم تا آشپزخونه. نمیشد گریه کنم. انگار چشمام از شیشه درست شده بود. چند بار با خودم گفتم محاله، نه، غیر ممکنه. نفهمیدم چطور شد از پله ها بالا رفتم. انگار دستی هلم داد برم تو اتاق نین. آتیش بزرگی تو اتاق روشن کرده بودند. پدر بزرگ و مادر بزرگ کنار تخت نین نشسته بودند. پدر بزرگ گفت بیا بشین پولیانا. رو چهره نین خشکم زد. موهای طلاییش زیر نور آتیش برق میزد. چشمای بستش معصوم تر نشونش میداد. گرچه به دردش نمیخورد، حتی ممکن بود دیر شده باشه، ولی با خودم عهد کردم اگه نجات پیدا کنه کره اسبمو بهش هدیه بدم. پدر بزرگ دستمو گرفت کنار خودش نشوند. همون وقت بغضم ترکید. اشکم سرازیر شد. پدر بزرگ مثل همیشه با حوصله و دلسوزی نوازشم کرد تا آروم شم. گفت باید امیدوار باشی بولی، نین خوب میشه حتی اگه اتفاق تلخی هم بیفته. بازم باید خوددار و محکم باشی. ما هم هر کاری از دستمون بر بیاد کوتاهی نمی کنیم. سرمو تکون دادم. میخواستم خودمو قوی تر نشون بدم. پدر بزرگ گفت آفرین دختر خوب. حالا به هم بگو چرا نین میخواسته برگرد خونشون. دیگه باید همه چیو به پدر بزرگ بگم. خیلی وقت بود بهش فکر کرده بودم. لازم بود پدر بزرگ خیلی چیزا رو بشنبه. نجوا کنان گفتم نین خیلی بدبخته پدر بزرگ، خیلی. پدر بزرگ گفت به خاطر نابیناییش؟ گفتم نابینایی فقط بخشی از بدبختیشه، ولی بیشتر قصه نین از سربار بودنشه. اینجا بچه ها نمیتونن بچه باشن، بازی کنن، زندگیشون سخته، مجبورن پا به پای پدرشون کار کنن. یهو فهمیدم ممکنه پدر بزرگ از حرفم خوشش نیاد. مشکل کارگرا به پدر بزرگم بر میگشت. فکرم به هم ریخت. پدر بزرگ پرسید چرا ساکت شدی؟ بگو.
دلمو به دریا زدم. همه ی حرفای نینو برای پدر بزرگ تعریف کردم. حرفای عمه روزالیا و سختیایی که زمین برای خانواده‌اش داره. همه رو با آب و تاب گفتم. گفتم که تا روز مرگ روی زمین کار میکنن، جز عذاب و پیر شدن هم به چیزی نمیرسن. آخرش گفتم پدر بزرگ، مارتا میگه زمین همه چیو ازشون میگیره، درسته؟ پدر بزرگ گفت آره درسته. گفتم زمینو خیلی دوست داری پدر بزرگ؟ گفت عاشقشم، از بچگی عاشق زمین بودم. گفتم خیلی زمین داری؟ گفت خیلی هم نه، یادم بچه که بودم پدرم منو می نشون ترک اسبش می بود سر زمین، زمین ها رو نشونم می داد، می گفت خوب نگاه کن پسرم، زمینه که همه چی بهمون می ده. گفتم درسته، شنیدم زمین قدرشناسه، هر کی روش کار کنه مزدشو می ده. پدر بزرگ آه کشید و گفت آره، ولی بچه هم نموندن که رو زمین کار کنن، تنها هم گذاشتن. دست گذاشتشونم. باز گفت ولی خوشحالم تو رو دارم، میدونی خیلی شبیه خودمی، میخوام کار کنی ولی باید مطمئنشم وقتی زن بزرگی شدی سرزنشم نمی کنی. گفتم سرزنشت کنم؟ مگه میخوای چی کار کنی؟ گفت میخوام زمین هایی که مستاجرها روش کار میکنن ببخشم به خودشون. فکر کردم خواب میبینم، باورم نمیشد. چند لحظه مکس کردم، خوشحال داد زدم آفرین پدر بزرگ خوبم، هیچ وقت سرزنشت نمی کنم، همیشه بهت افتخار میکنم، همیشه. حال نین بد و بدتر میشد. فرداش به زور نفس میکشید، هیچ کدوم حال خودمونو نمیفهمیدیم. پدر بزرگ گفت پدر و مادر نینو خبر کنن. بعد از ظهر بود که رسیدن. نوزاد تازه رسیده هم باشون بود. مادر نین انقدر پریشون بود که اصلا کسی رو ندید. با گریه و زاری رفت بالا پیش پسرش. نوزادو داد دست ماریا. خودمو کشوندم سمت ماریا تا بچه رو ببینم. پیچیده بودنش لای چند تا پتوی کهنه. صورت خوابالود سرخی داشت. چشمای آبیش شبیه خرگوش بود. دستای کوچولوشو مرتب تو دهنش میکرد. مادر نین تمام مدت کنار نیم بود، خسته بود، نوزادو سپرده بود به ماریا. ماریا هم از خود خواسته بچه رو تر و خشک میکرد. معلوم بود خیلی دوست داره خودشم بچه دار میشد. یاد بچه های افتادم که از اینجا رفته بودن، فقط چوب خط قدشون رو یادگاری گذاشته بودن. ولی من مطمئن بودم مثل خاله ها و عموهم پدر بزرگ و مادر بزرگ و به حال خودشون رها نمیکنم. پدر نین مرد لاغر و بلندی بود، کم حرف میزد، بیشتر تو خودش بود. پیش پدر بزرگ نشسته بودم که ریکاردو رو صدا زد. ریکاردو اومد بالا و پدر بزرگ گفت بشینه. عجیب بود نگفت از اتاق برم بیرون. پدر بزرگ به ریکاردو گفت میخواد زمیناشو بین مستاجرا تقسیم کنه. به من نگاه کرد و گفت تنها کسی که اجازه داره مخالفت کنه پولیاناست، ولی خوشبختانه طرفدار سرسخت پدر بزرگشه. خندم گرفت. پدر بزرگم خندید. دو روز بود، حتی لبخندم نزده بودیم. پدر بزرگ گفت باید بیام خونتون رو ببینم، احتمالا تعمیر اساسی میخواد، تا آب شدن یخو همینجا بمونیم. ریکاردو جوری به دهن پدر بزرگ خیره شده بود که انگار اژدها دیده. کلاهش رو مچاله کرد و دودل گفت یعنی زمین مال خودمون میشه؟ پدر بزرگ گفت حال نین که خوب شد میریم دفتر خونه، سندشو امضا میکنیم. برای من و همسرم همین باغ کافیه. حال نین که بهتر شد براش معلم پیدا میکنیم. از خوشحالی میخواستم داد بزنم. گفتم متشکرم پدر بزرگ، همه قصه نین همین بود، وقتی با سواد بشه میتونه به خانوادش کمک کنه. ریکاردو هم دست پاچه شد و هیجان زده گفت ممنونم آقا، ممنونم، به خدا راست میگم، از تای دل ممنونم. جوری از اتاق بیرون رفت که انگار خواب میبینه. چند روز بعد حال نین خوب شد. از صدای پام فهمید منم. گفت پولیانا، دیدی بالاخره مادرم اومد؟ مادرش گفت پولیانا همش تو رو صدا میزد. حس کردم خوشبخت‌ترین آدم دنیام. هیچ خبری مثل خبر نجات نین خوشحالم نمیکرد. گفتم
نین نین میخوام کره اسب خوشگلم رو بهت هدیه بدم، مال تو. روزا گذشتن و گذشتن تا بهار شد، بهاری که حالا هوا و رنگ و بوش با وقتی دیگه فرق داشت. حالا 3 سال از اون بهار قشنگ میگذره، خاطراتشو مینویسم، کارم که تموم بشه میرم پایین با نین میرم لب رودخونه، ولی خاطره بهار 3 سال پیش تا ابد از ذهنم پاک نمیشه. همه جا سبز بود، گلای مینا و نسترن سفید دامن تپه ها رو پوشونده بود، صدای چلچله ها دشت رو پر کرده بود. نین با لباسای آبی سوار اسب میرفت خونه. از 15 روز قبل کارگرها تعمیر خونهشون رو شروع کرده بودن. ماریا برادر کوچولوی نین رو پرت میکرد هوا و باز میگرفتتش. برادر نینم جیغ میزد و میخندید. موهای فرفری سیاهی داشت، با چشمایی که مثل چشم پرنده ها گرد بود. منم همراهشون میرفتم تا خونهشون رو ببینم. حالا بعد 3 سال هر سال انتظار میکشم بهار بیاد تا برم خونه نین و تعطیلات و اونجا باشم. نین میره مدرسه نابینایان، زرنگ‌ترین شاگرد مدرسه است. با پشتکار و هوشی که داره در آینده آدم بزرگی میشه. خودش هم میدونه که هیچ وقت بی مصرف و سربار نمیشه. الانم خورشید با زیبایی عجیبی همه جا رو روشن کرده. همه جا زیباست. صدای قهقهه خنده مارتا رو میشنوم. صدای وزوز زنبورا و شهی اسبی که به نین دادم. پدر و عموها و پسرعموهای نین رو زمین کار میکنن. اونا خوشحالن. به زمین نگاه میکنم، از کاشته هاشون رنگی شده، انگار به عجایب خیره شدم. از اینجا که برم تصویر زمین رو تو چشمام و حافظم حفظ میکنم، چون همه چیز از زمینه. اما کشاورزا به آسمون خیره شدن، میخوام ببینن سرد میشه یا گرم، بارون میاد یا برف. به هر حال نباید فراموش کنیم هر چی زمین بهمون میده به لطف آسمون بستگی داره. و پایان کتاب.